بفرم. ممنون. با سلام و احترام خدمت تمامی عزیزان حاضر در جلسه و دوستان و همراهانی که ما را از طریق اتاق زوم و همچنین یوتیوب و رادیو بشریت به صورت زنده دنبال می‌کنند. جلسه هماندیشی کمیته پژوهش کانون دفاع از حقوق بشر در ایران رو امروز در تاریخ 28 مه سال 2022 مصادف با 7 خرداد ماه 1401 رأس ساعت 15 به وقت اروپای مرکزی شروع میکنیم. در ابتدا باید خدمت همه بزرگواران عرض کنم که جلسه به صورت هماندیشیه و با مشارکت و همفکری تمامی شما عزیزان برگزار میشه. موضوع جلسه هم اعتراضای سراسری برای رسیدن به حقوق شهروندی که با حضور مهمان ویژه‌مون آقای جهانگیر گلزار، پژوهشگر و فعال حقوق بشر به بحث و گفتگو گذاشته میشه. این نکته رو هم عرض کنم که دیگر دوستانی که قصد مشارکت دارن لطفاً زمان رو مد نظرشون قرار بدن تا بتونیم از نظرات تمامی دوستان بهره ببریم. آقای گلزار، میکروفون در اختیار شما، اگر مقدمه ای دارید در خدمت شما هستیم. سلام دارم خدمت شما و سلام دارم خدمت همه عزیزان و هموطنان که این گفتگوی ما رو میشنوند. موضوع ما اعتراضات اجتماعی است که در ایران انجام میگیره و در حقیقت اینها بخشی از حقوق شهروندی است که جامعه ایران داره انجام میده. عده‌ای میخوان اون رو در اختصار بیارن و اینها رو محدود بکنن که بگن جامعه وقتی اعتراض میکنه، مثلا اعتراضش فقط به خاطر که یک کارگاهی یا یک شرکتی چند ماه یا یک بخشی از دولت چند ماه حقوق مردم رو نداده و این رو در همه محدوده اون رو در واقع هم خفه کنن، بگن اینا اعتراضات نیست، یا اینکه بگن یک دلایل اجتماعی خاص داشته. در صورت که دلایل اجتماعی به تنهایی قابل اعتراض، یعنی نمیشود که اعتراض بکنه، همیشه در دل خودش یه دونه یک مجموعه ای از تضادها یا یک مجموعه از معضلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی رو در دل خودش داره که در اجتماع اونها خودشون رو نشون میدن. نمیتونه شما یه معضلی رو پیدا کنه بگید فقط این یه پدیده ایست مختصر به یک مبحث، نه، این مجموعه ای از مشکلات و معضلات دیگه رو در دل خودش داره. الان جدیدن به خاطر یک بچه‌ای که متاسفانه بعد از تولد اون رو در سطح آشغال گذاشته بودن، آماری ارائه شد که در مدت ده روز 5000 بچه رو دور انداختن. بعد عنوان کردن که نه، 2500 تا سقط جنین بوده در مدت 10 روز، به اضافه اینکه 2500 تا بچه هم رها شدن. خب این یک شوک اجتماعی است. چه چیزی باعث شده در کشور ما که یک همچین معضلی به وجود اومده؟ وقتی این رو در دل این معضل میریم و ما خوب دقت میکنیم و بررسی میکنیم، ببینیم یک فقر فراگیری یکی از دلایل این حالتی هست که به وجود اومده. روابط اجتماعی که پر از خشونت شده یک دلیلش هست. تبعیض‌های بیش از حدی که در روابط هست یه دلیلش هست. روابط سیاسی که کسی اگر برود به بگوید من ناخواسته بچه دار شدم، باید خب قانون از او به خوبی دفاع بکنه. به جایی که دفاع بکنه، اون رو در حقیقت مورد شما به اصطلاح تهدید و تحقیرم قرار میدن. معضلات دیگه در کنار این هست، مسئله اعتیاد مثلا، که شما نگاه میکنه یک جامعه داریم که 3.5 میلیون تا 4 میلیون ما معتاد داریم. به گفته آمار دولتی 500000 الکلی در ایران، الکلی یعنی اگر الکل نخورد نمیتواند ادامه حیات بده. و در پی اینها که نگاه کنید، مسئله طلاق هست و بسیاری از مسائل دیگه، بیکاری شدید، فقر بیش از حدی که در جامعه گرفت. بعد یه جامعه میاد اعتراض میکنه، حقش اعتراض کنه، مثل کودکی که وقت زمانی که متولد میشه فریاد میزند به خاطر که وارد یه محیط جدید قرار گرفته، نور هست، صدا هست،
گرما و یا سرما هست و این حالتهایی که بهش وارد میشه، این بچه یک فریاد اعتراض میزنه به وضعیتی که درش قرار گرفته. خب این جامعه باید که فریاد اعتراض بزند. به چی فریاد میزنه؟ جامعه اعتراض میکنه به حقوق شخصیش که از بین رفته. این انسان یه مجموعه حقوق داره، یا میتونه شماره کنه 1 2 3 4 بره تا آخر، یا نمیتونه شماره کنه، ولی چون با این حقوق متولد شده حس میکنه این حقوق رو داره و هر روز داره ضایع میشه. مثلا زنی که در گوشه یک روستایی زندگی میکنه، حتی تحصیل نکرده، ولی وقتی حقش ضایع میشه متوجه میشه که حقش ضایع میشه. مرد هم به همین ترتیب، کودک هم به همین ترتیب. این مجموعه معضلات یک به اصطلاح با هم جمع میشن، بعد در یک موقعیتی، مثلا بگین در آبادان، به خاطر اینکه یک نفر به خاطر اختلاس هست و راندخاری هست و اینکه کالای خوبی رو به کار نبرده و سوء استفاده کرده از اعتماد مردم، یک ساختمانی را ساخته که میخواد اونجا باش سرمایه های زیادی رو هم در حقیقت به دست بیاره. خب این ساختمان ریخته، این ساختمان به سر مردم ریخته، به سر وجدان اجتماعی شهر آبادان ریخته، که با تمام معضلات باید بشینن ببینن یک نفری به دزدی و ناروا یک ساختمان رو ساخته که این مقاومت نمیتونه بکنه در مقابل ساختی که داشته، فرو ریخته، تعداد زیادی رو کشته با خودش. در حقیقت این اعتراضی است به وضعیت موجود در کشور. در شهرهای دیگه هم به همین طوره. در استان فارس هم که اعتراضات شده به همین ترتیبه. شما شعارها رو توجه بکنید، یک تفاوت عمده‌ای در این مدت به وجود اومده ما بین شعارهایی که سال 88 داده شده، 96 داده شده تا به امروز. میبینید معلمان میان بیرون فریاد میزنن که درس امروز ما به دانشجویان آزادی 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 است. این اصلا یک شعار فوق‌العاده‌ای است که اونها بیان میکنن، با اینکه در موقعیتی قرار دارن که امکان داره هر کدوم اونها رو بگیرن زندان کنن یا تهدید کنن و به هر ترتیبی امکان داره از کار بیکار کنن. با این حال اونها این رو میگن که دانشجو معلم با هم بیاید این اعتراضات رو ادامه بدیم. این فریاد دعوت به اعتراض در شهرهای مختلف هم به همین ترتیب شعارهای اساسی که زندانی سیاسی آزاد باید گردد، وضعیت معیشتی باید تغییر کنه، آزادی خواهی و از جمله مسئله بسیار مهم که اینها الان 4-5 ساله داره این شعارها میاد، این شعارهای حق طلبی است، دفاع از حقوق. پس بنابراین نشون میده در عرض 40 چند سال کوشش‌های بی‌دریغ آن بخش از جامعه که در راستای دفاع از حقوق کوشیدن، تأثیر خودش رو در اجتماعات گذاشته و اجتماعات نشون میده که خواهان همینطور یه تغییر الکی نیستن، بنیادین خواهان هستن. حالا آیا این استبدادی که حاکم بر ما هست پاسخگو به این معضلات هست یا نه که بگی من راه حل دارم براش؟ خب از کسی که خودش تولید کننده معضل بوده که نمیشه خواست که راه حل بده. اگر راه حل داشت تا به حال ما دارای فقر نمیشدیم. ببینید از لحاظ اقتصادی، اقتصاد ایران وابسته است به فروش نفت، قرضه از خارج، چاپ اسکناس. نقش گرفتن مالیات بسیار پایینه در جامعه ایران، که واقعیت امر این باید باشه که اقتصاد وابسته به گرفتن مالیات باشد که مالیات خرج بشود در جهت عمران طبیعت. چیزی که در ایران صحبتش نمیشه عمران طبیعته. آنچه که صحبت میشود اینه که شهروند ایرانی که حق حاکمیت داره، ما یه سری حقوق داریم، چون راجع به حقوق شهروندی هم میخوام صحبت کنیم، ما یه سری حقوق داریم به شخصه، باید بهش عمل کنیم، اما در چارچوب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی حقوق شهروندی داریم، نقش داریم در تغییر و تحول جامعه، حق ولایت داریم، حق رهبری داریم، حق حاکمیت داریم. این حق حاکمیت مال مردمه که به یه سری نماینده که دارای برنامه هستن میتوانن این رو تفویض کنن به اونها، اون افراد برن تو مجلس یا تو دولت دفاع از حق مردم کنن. حالا شما تصور کنید در وضعیت امروز ایران کاری که نمیشود دفاع از حق مردمه،
این مردم بیچاره آبادان تو این گرما میروند جنازه ها را از زیر خاک در بیارن، گارد ویژه براشون میفرستن. خب این وحشت مال چیه؟ اگه یک کشوری در راستای احقاق حقوق عمل کنه، ترسی نباید داشته باشن. برمیگردم سر حق حاکمیت. حق حاکمیت که بزرگترین و مهمترین حق شهروندی است رو این استبداد گرفته، همه حقوق مردم رو جمع کرده، داده در دست یک شخصی به نام سید علی خامنه ای و به او میگوید ولی امر، به او میگوید ولی فقیه مطلقه، و امروز هم که برای شعر میخوانند که او امام زمان شد. شما نگاه کنید تحقیر مردم تا کجا. و از حقوق شهروندی چیزی اونجا نیست، به ظاهر چیزهایی گفته میشه، در عمل ما از حقوق شهروندی خالی هستیم. نمیدونم مدیریت محترم چقدر زمان برای من داره در این قسمت. حالا من اتفاقا میخواستم از همکاران عزیز بخوام که اگر سوالی دارن در صحبت های گلزار دست خودشون بالا ببرن تا ما متوجه بشیم و آقای گلزار زحمت بکشن پاسخ بدن. اما آقای گلزار، حالا من اتفاقا اگر اشکال نداشته باشه، حالا این مقدمه‌ای که فرمودید، من یه سوالی مطرح بکنم. اگر شما الان راجع به اعتراضات راجع به حقوق شهروندی، برای برآورده شدن حقوق شهروندی صحبت کردید، خیلی از مردم در واقع به خاطر فقر در واقع دارن اعتراض میکنن و حالا خیلی های دیگه آزادی بیان، که حالا در واقع ما اینها رو حقوق ذاتی میدونیم بیشتر، نه حقوق شهروندی. اینها رو میشه از هم جدا کرد یا نه کلن همه اینها کاملا پیوسته به همن و کاملا یک پارچه هستن و نمیشه گفت خب حالا اینها صرفا حقوق ذاتیشون رو دارن فریاد میزنن، اینها حقوق شهروندی که حالا بحث حاکمیت، حق حاکمیت مردم بر مردمه در واقع. حالا اگر لطف بفرمایید ممنون میشه. بله خواهش کنم. ببینید انسان وقتی میگه من حقوق ذات، انسان که نمیگه، داره این حقوق رو، مثل که بگن که هر انسانی که متولد میشود قلب دارد، ریه دارد، مغز داره. اگه انسان متولد بشه مغز نداشته باشه چی میشه؟ او انسان انسان نیست. شما یه پیکری هست به شکل انسان ولی حیات نداره. حیات کی ممکن میشه؟ که من از حق حیاتم برخوردار بشم. و وقتی حق حیات میخوام برخوردار بشم، یه مجموعه حقوق دیگه هم هست که باید از این حقوق برخوردار شم. مثلا میگیریم حق دوستی. خب یه نفره که زندان میکنن چی کارش میکنن؟ از حق هر نوع رابطه با انسانهای دیگه که حق دوستی است، حق مهر است، حق عشق ورزی است، اینها رو محرومش میکنن. این انسان به خاطر این محرومیت زجر بیش از حد میکشه. قضا بهش نمیدن، چه اتفاقی میفته؟ از حق حیا ساقط میشه. کار بهش نمیدن که بتواند کار کنه، امرار معاش کنه، زندگیشو بچرخونه، از حق حیات از بین میره. روش امکان روش رو ازش میگیرن، بازم از بین میره. امکان ازدواج میگیرن، خب میتونه شاید زندگی کنه و میکنه زندگی، ولی از بخش عمده ای از احساسات و روابط عاطفی محروم میشه. پس بنابراین نگاه میکنید حق حیات خیلی مهمه. حالا ما میام تو یه جامعه، خب این تو این جامعه روابط غیر از روابط شخصی یه سری روابط اجتماعی هست. مثلا میگیم روابط، شما راجع به مسئله معیشت گفتید و فقر. خب این کسی که تو جامعه قرار میگیره باید بتواند نقشی داشته باشه در اقتصاد کشور، باید داشته باشه دیگه. چه شکلی باید داشته باشه؟ میگه من یه سری نماینده انتخاب میکنم که این نمایندگان از حق عموم جامعه دفاع کنن، به اضافه از حق طبیعت من دفاع کنن، به اضافه اینکه روابط سیاسی داخل و خارج کشور رو بر اساس عدم تنش برای من تنظیم کنن. بعد میگه یه قوه قضاییه انتخاب میکنیم. بله، اینا میخوان چیکار کنن؟ دفاع از حقوق مردم کنن. پس بنابراین این چهار تا قوه که در این کشور الان ما سه تا قوه داریم، چون من به قوه چهارم قائل هستم، این سه تا قوه باید در خدمت مردم باشن تا مردم از حق شهروندی و از حق حیات برخوردار بشن، انسان کرامتمند بشن. حالا میشن؟ نه نمیشن تو این جامعه.
از لانوارخ نگاه میکنیم بینیم حق حیاتیشون در خطره. یه پدری صبح شب کار میکنه میاره 4 میلیون تومان، میاره 5 میلیون تومان فوقش، بعد میاد تو این زندگی نگاه میکنه میگه من باید 3 میلیون تومان شو بدم کرای خونه، میمونه 2 میلیون تومان، میخواد بره برای بچهش یه بسته پفک بخره، یه قوطی ماست بخره، اصلا میده زندگی ساقط شد، هیچ نداره. میگوین یعنی طبق همون من مقالات متعدد نوشتم در زمینه اقتصادی، درآمد کارگران و کارمندانی که حد نصابشون پایینه کفاف 15 روز تا 20 روز زندگی رو میده، بقیه زندگی رو در فقر مطلق میذارونن. یعنی اینا یه هفته اول شاید یه چیزی بخرن بخورن، بعد از اون دیگه از سر هر چیز خودشون باید بگذرن. پس بنابراین جامعه اعتراض میکنن، اعتراض میکنه به وضعیتی که من در بحران قرار گرفتم. چرا؟ برای اینکه اون کسانی که میگویند منتخبن منتخب قدرتند، شاید مردم هم بهشون رأی داده باشن ولی عمل کردشون در خدمت قدرته. ببینیم نتیجهش همیشه به ضرر ملت، یه قشر بسیار کمی در استبداد به سرمایه های بسیار عظیم میرسن و اینها صاحب مال و جان و ناموس مردم شده. شما در روسیه هم که نگاه کنید همینه وضعیت. در چین با اینکه یک تحول اقتصادی کرده میبینید یک قشر بسیار کوچیکی بر همه سرمایه ها حاکمه. در کشورهای اروپایی این سرمایه به میزان زیادی پخش شده، با این حال یک اقلیتی نسبت به یک اکثریت بزرگ دارای به اصطلاح اکثریت سرمایه کشور هستند. این رو حالا نابرابری میگن تقسیم شده، چون اینا مالیات میدن، مالیات در خرج میشه برای مردم، یه تعادلی بین این به اصطلاح بخش ها به وجود اومده که به نظر من هنوز تعادل درستی نیست، ولی خب سعی کردن که مردم از با درآمدی که دارن بتوانن یک زندگی رو بگذرونن. ولی در وطن ما همچی چیزی نیست، شما هیچیش نیست. خدمتون عرض کردم تمام قوا در اختیار یک شخص قرار گرفته، سیاست داخلی، سیاست خارجی، سیاست اقتصادی و سیاست حراست، یعنی وزارت اطلاعات در دست و اختیار آقای خامنه ایست که این 4 تا وزیر انتخاب میکنه، به اضافه اینکه سران قوا رو او انتخاب میکنه، به اضافه اینکه سران ارتش رو نظامی، پاسدار و غیره و پلیس رو او انتخاب میکنه، به اضافه این که قراردادهای بزرگ اقتصادی در اختیار ایشونه. میبخشید دیگه برای کشور چی مونده؟ ایشون هم بر اساس منافع خودش تقسیم میکنه. پس بنابراین از حقوق شهروندی انسان خالی میشه و وقتی انسان یه حق رو از دست داد بقیه حقوق رو از دست خواهد داد. این سوالی که شما کردید و بسیار سوال اساسی است، اگر من از حق دوستی محروم شدم بقیه حقوق رو واقعا ندارم. شما اصلا بگیم از حق کار کردن محروم بشی، خب دیگه غذایی نیست که بخوری، زندگی نیست که بتونی اداره کنی. یه حق رو که از دست دادی بقیه حقوق رو از دست میدید به همون نسبت. مثل میگن در فیزیک یه دونه ظروفی هست بهش میگن ظروف مرتبطه. شما اگر این طرف مثلا 20 قطره آب بریزید این تقسیم میشه بین تمام لوله ها. حقوق مثل ظروف مرتبط است، به میزانی که شما از حقوقتون بیشتر برخوردار میشید کیفیت زندگیتون کامل تره، به میزانی که خود رو محروم میکنید یا استبداد مانع برخوردار شدن شما از حقوق میشه این کیفیت ها میاد پایین. بعد نگاه میکنه یه بخش زیادی از جامعه در فقر مطلق است، حاشیه نشین است، در فحشا هست و فساد هست و انواع و اقسام معضلات مختلف. امیدوارم که پاسخ داده باشم. خیلی ممنون، واقعا عالی بود. دقیقا من حالا عرض کردم دوستان هر کس سوالی داره یا مطلبی رو میخواد در میونه بذاره دستشو بالا بگیره. اما در ادامه صحبت شما های گلزار، حالا ما راجع به اول کار ابتدا راجع به علل اعتراضات صحبت کردیم، اما حالا من میخوام یه نقطه کوچیک یه گذری بزنم به هدف اعتراضات. این که اعتراضات صرفاً برای تاثیرگذاری روی افکار عمومیه، برای این که مردم بفهمن دور و برشون چه خبره، یا نه واقعاً میخوان تاثیر بذارن مستقیم اون چیزی که مد نظرشون رو اعمال کنن. منظورم چیه؟ مثلا یک مثال میزنم که روشن‌تر بشه.
مثلا اون این مورد دوم که بخوان تأثیر بذارن، مثلا مردم نسبت به صدا و سیما، مثلا نسبت به صدا و سیما معترضن، بعد میان توی خیابون میگن آقا صدا و سیما کارش بده. اما نه، گروه دوم که میخوان خودشون تأثیر بذارن میرن صدا و سیما رو میگیرن و به یه نحوی میخوان خودشون کامل اون تغییر رو ایجاد بکنن توی صدا و سیما. شما اعتراضات توی ایران رو در واقع کدوم یکی از اینها میدونید؟ من احساس میکنم شاید مورد اول باشه که خود به خود به سمت حالت دوم کشیده میشه. دوستشم اگر امکانش هست نظر شما رو بدونم. مرسی. خواهش. ببینید، این تجربه که کشور ما اعتراض میکنه که اولین تجربه جهان نیست که اعتراض میکنه، که کشورهای دیگه هم آدمها به همین ترتیب اعتراض میکنن. دو تا طرز تفکر مختلف یا نوع اعتراض رو مقایسه کنیم، بعد برگردیم به وطن خودمون. فرانسوی ها وقتی اعتراض میکنن یه اعلام خطر میکنن، یعنی یه اعلام موضع میکنن با مثلا دولت، میگن آقا حقوق ما کمه، باید 5% اضافه کنیم، مثلا پرستاران هستن. فردا میام تظاهرات اگه نکردیم، میبینی تا دولت بیا جواب بده اینا رفتن تظاهراتشون کردن، همه جا رو خالی کرد. مثلا خلبان هستن، خلبان ها همه جا تعطیل میکنن، میگن نمیرون سر کار. آلمان این کارو نمیکنه. آلمان میگه که من یه سری هر شغلی برای خودش یه سندیکای داره، یه سندیکای بسیار بزرگ کارگری هم وجود داره. البته میگن که نه، این خلبان ها مثلا گفتن 5% حقوق ببریم بالا. اول نماینده سندیکاها میرن با اون مسئولین شرکت ها صحبت میکنن، میگن چی کار میخواد بکنه برای این خلبان ها. خلبان ها ناراضی هن. ما هم حداقل 5% میخوان. بعد اینا میرن توی کمیسیون میشنن با هم بحث میکنن، دلایل میارن، حرف میزنن، صحبت میکنن، بالا میرن پایین میان، به 3.5% مثلا توافق میکنن. میان اعلام میکنن سندیکا به خلبان ها که ما با 3.5% توافق کردیم، شما هم راضی هستید؟ خلبان ها میگن بله. میرن سر کارش. اگه به توافق نرسیدن مثلا میگن نصف روز فعلا کار نکردن خلبان ها، اعلام میشه بعضی وقتا در سال. پس بنابراین کار رو میدن به دست نمایندگان خودش. در فرانسه غیرت نماینده ها خود مردم شرکت مستقیم میکنن، دو تا روش مختلف. در ایران اینترنت آقای گلزار قطع شد، ایشون از جلسه خارج شدن، منتظرشون میمونیم تا برگردن. خیلی خب، حالا تا جناب گلزار تشریف بیارن دوست داشتم واقعا نظر بقیه دوستان هم بدونم. بله ببخشید، من اسم شریف شما رو نمیدونم جناب آقای ام آر رای وحید. بله بفرمایید.
بله صدای من رو میشنوین؟ بله خیلی ممنون. من اسمم رایی هستش، رایی ری الف این یه. بله آقای رایی، در رابطه با خیلی من در رابطه با نظر آقای گرزار، من در فرانسه زندگی میکنم، خواستم یک نکته رو باز کنم در رابطه با تفاوت جنبش ها در فرانسه و آلمان. این به درد ما ایرانی ها هم میخوره. در فرانسه سندیکاهای کارگری با موقعی که میان با حکومت صحبت میکنن، قبلش توافق با سندیکاهای کارفرماها نکردن. یعنی همیشه سندیکاهای کارفرماها و سندیکاهای کارگری با هم اختلاف دارن و این اختلافشون رو نمیتونن حل کنن و موقعی که میرن با دولت صحبت میکنن، هر دو طرف ضعیف میرن با دولت صحبت میکنن و بنابراین دولت حرف خودش رو تحمیل میکنه. اما در آلمان سندیکای کارگری و سندیکای کارفرماها با هم توافق میکنن، زمانی که توافق کردن میرن با دولت میشه با حکومت میرن میشنن صحبت میکنن، بنابراین در موضع تفاهم و در موضع دست بالا قرار دارن و بنابراین حکومت کوتاه میاد، احتیاج به تظاهرات کارگری نیست. اما در فرانسه از اونجایی که این دو سندیکا با هم به توافق نمیرسن، بنابراین کار رو میرسونن به تو خیابان و در خیابان هستش که دعوا و زورگویی با دولت باز دوباره پیش میاد، برای اینکه دولت نگاه میکنه ببین چند درصد مردم اومدن، آیا فشار مردم به اندازه هست که تحویل بگیره، یعنی فورس ماژور شده باشه. اگه نشده باشه، هرچی هم مردم تظاهرات کنن، هرچی هم طولانی تر بشه، به عنوان مثال تظاهرات اعتصاب مترو مثلا بشه، مردم یه ماه زجر میکشن اما حکومت تکون نمیخوره، در اینکه تعداد کسایی که اومدن در اعتصاب شرکت کردن اصلا 30%. این یه نکته. نکته دیگه ای رو که میخواستم مطرح کنم و دوست دارم آقای گرزار یا خود شما دوستان، من در جلسات شما در پارتاک قبلا شرکت میکردم و بنابراین صحبت شما رو تا حدودی دنبال میکردم و اون این هستش که نقش اعتماد در بین مردم، اعتماد به هم دیگه در جنبش ها و پیروزی های جنبش چقدره. یعنی این تفاهم حقوقی در بین مردم در حد بالایی قرار داره که مردم این تفوق رو بر رژیم ولایت فقیه بتونن پیدا بکنن یا نه؟ به عنوان مثال بر شما میگم، در دانمارک اعتماد مردم به همدیگه 89%، به دستگاه های اداریشون 94%، در ایران اینطوری که شنیدم اعتماد مردم به هم حدود 7%، در فرانسه حدود 35%، در امریکا حدود 27%. بنابراین میبینیم که جنبش های اجتماعی یا حتی اعتراضات یا حتی یه خواسته در دانمارک با خرج کمتری به نتیجه میرسه، اما در کشوری که اعتماد بین مردم نیست، تفاوت ها زیاده، معرفت حکومت میشربه بر معرفت مردم و بنابراین مردم هر جا که میان یه جای عمل بکنن، رژیم یه جوری دیگه بدلشو بهش میزنه. چطور این کارو میکنه؟ با ساختن انواع اقسام فکرهای جمعی جبار، با انواع اقسام ساختن فکرهای بسته‌بندی های که مردم باور کنن. به هر حال در این زمینه، چون من سخنران نیستم، سخنران آقای گلزار هست، خواستم این فقط با شما مطرح کنم تا آقای گلزار تشریف بیارن. احتمالاً مشکل اینترنت چون حل نشده، در رو بیشتر از این حرف نمیزنم که خستتون نکنم. مرسی. ممنون آقای رایی بابت اطلاعات. حالا من اتفاقا الان توی صحبتاتون میخواستم بپرسم این بحث اعتمادی که میفرمایید دقیقا تعریفش چیه؟ یعنی چی تعریف؟ یعنی مردم به هم اعتماد دارن، یعنی اینکه پشت سر هم، یعنی پشت سر هم در میان توی اعتراضات، یا خواسته های یک صنف رو دیگر اصناف میتونن قبول بکنن؟ امکانش هست لطف کنید این اعتماد رو تعریف بفرمایید؟ و اینکه حالا شما راجع به اعتماد مردم به مردم فرمودید، اعتماد مردم به دولت توی ایران عدد و رقمی وجود داره یا نه؟ مرسی. خیلی من میکروفون من قطع بود. من اعتمادی که صحبت کردم اعتماد اخلاقی بود در واقع. در رابطه اعتماد بین مردم، یعنی که به عنوان مثال شما موقعی که پیشخوشتیتون رو به همسایتون میدین، آیا اعتماد دارین که همسایتون بهتون پس میده یا نه؟ پس نمیده بهتون.
باید برین در بزنین پیشگوییتون رو پس بگیرین و تازه برین در بزنین همسایه مثلا بهانه بیاره که مثلا این پیشگویی رو دادن به فلان کس فلان روز میاد. این حرکت رفتارا این موجب میشه که یک نوع اعتماد به مردم کم میشه. یعنی من موقعی که میام یک کاری رو انجام میدم لازم است که بدونم آیا طرف مقابل این کار من رو ارزش میدانه یا یه دونه یه نوع یه چیز ایدئالی میدونه. مثلا در دانمارک گفتم بین واقعیت و ایدئال مردم تفاوت نمیذارن، مردم میدونن که واقعیت و ایدئال دسته به هم هستن. اما در کشورهای مثل ایران میبینیم که یه اون یعنی که میذاری که فرض محاله که اینکه ایدئاله که این ضعف جامعه است، این ضعف یک جامعه است که در رابطه با هم دیگه تشخیص نمیده کجا معنویت در ارتباط با مادیت، یعنی مدار مادی به معنوی جامعه ضعیفه، مدار مادی مادیش قویه، مدار مادی مادی هم ضعف پیش میاره. من به عنوان مثال اگر همسایه من پیشش رو تحویل نداد دفعه بعد اومد یه دونه میخ خواست از من، من به خاطر اینکه اعتماد نکردم دفعه پیش این دفعه بهش میگم میخ ندارم، در صورتی که نه باید ادامه بدم این روش خوب خودم. اینجا میلنگیم ماها به نظر من. حالا در رابطه با اعتماد جنبه های دیگه هم داره دیگه، یکی از جنبه های اعتماد اینه که من اگه کاری بکنم آیا همسایه من میره خبر بده من لو بده یا نده، اینم یه جنبه دیگه است. یعنی من باید بدونم که یه همدلی وجود داره. رابطه خوب بین انسان ها رابطه ای در اساس همدلی آمپاتی هستش. رابطه‌ای که در اون آمپاتی نباشه لزوماً رابطه پسیکوپاتی، رابطه اختلال روانی هستش. ما نمیتونیم بین رابطه پسیکوپات اختلال هنجار نامیزان روانی و رفتار همدلی همدوستی و فضای باز کنیم که این وسط این کارا رو بکنیم، نه. اگر رفتار ما همدلانه نباشه حتما رفتار ما پسیکوپاته. و بنابراین در این زمینه ما رابطه‌ای رو مسائلی رو داریم که ربط مستقیم به رژیم نداره، یعنی این کوه یخی رژیم. در بین خود ما مشکلاتی وجود داره، بین خود ما نتونستیم فضای آزادی رو مجزا کنیم از فضای قدرت. موقعی که از قدرت داریم صحبت می‌کنیم از رابطه تقابلی داریم صحبت می‌کنیم، و موقعی که از رابطه آزادی صحبت می‌کنیم رابطه همدلی و درهمی صحبت می‌کنیم. در این رابطه همدلی هستش که من میتوانم آزاد بشم، دموکراسی ایجاد بکنم، رابطه ای رو که با دیگران برقرار میکنم رابطه ای باشه که اطمینان ایجاد میکنه در من که من میدانم که دنباله رو داره، نه اینکه من این وسط گاوه پیش گوسفند سیاه میشم در بین گوسفندهای سفید، بین علت که دیگران دنبال نمیکنن میگم بابا ملت رو در واقع دیگران خودشون حساب نمیکنن. یا به عنوان مثال طرف میگه من که کارفرما، من که 400 نفر زیر دارم، من که نمیتونم بیام خطر بکنم که خطر رو دیگرها بکنن. از این صحبت ها اینجوری خانواده هم بابام همینه میگه، مادرم اینجوری میگه، فرزند. این رابطه ها رابطه های در واقع مشکل سازه، رابطه های آمپاتیک نیست. چون این رابطه آمپاتیک نیست با همسایه هم این رابطه آمپاتیک بندس کافی نیست، بنابراین چی جاشو میگیره؟ تعارفات بی اندازه. ما میبینیم که در رابطه هایی که با هم داریم یه جاهای تعارف زیاده یه جاهایی نیست. اون جایی که تعارف زیاده یه جایی داره میلنگه. شما خیلی آدم خوبی هستید در واقع این که داره اینه میگه یه مشکلی پشت هست که میخواد اون مسئله رو کنه. بنابراین در رابطه منظور من از رابطه اعتماد، رابطه در واقع اعتماد کردن به هم دیگه، رابطه میزان حقوقی است. موقعی که رابطه ها میزان حقوقی نیست متاسفانه هرچیم ادعا بکنیم این رابطه ها سالم نیست. موقعی که پدری به فرزندش میگه که تو باید این دختر رو بگیری، به دخترش میگه تو باید این پسر رو، رابطه دوستی نیست، رابطه آمپاتیک نیست، این رابطه قواست. میگه من این جایگاه دارم در خانواده، بنابراین تصمیم گیرنده اینجا منم، تو نیستی. یا زنی به شوهر خودش میگه تو مثلا اینجا رو اداره بکن، اینجا مال خونه است، به من ربط داره، من اینجا تصمیم میگیرم، حرف اول من. این رابطه ها رابطه ناسالمه و این رابطه ها کار دست ما میده. موقعی که جامعه میریم کار دست ما میده، تو اداره کار دست ما میده. به هر حال این یه قسمتی از درک من بود از مسئله.
ولی مطلب دیگه ای رو که شاید دوست دارم با هم دیگه باز کنیم، علاوه بر اعتماد و علاوه بر معرفت که چگونه میتونه معرفت جامعه در معرفت حاکمیت برتری پیدا بکنه، مسئله توان اقتصادی مردمه. این آقای محسن رونانی یه بار مطرح کردن، به یه جایی میرسیم که توان مقاومت جامعه دیگه کم میشه، جامعه نمیتونه مقاومت بکنه. آره نمیتونه بکنه، یعنی فکر میکنه که نمیتونه مقاومت بکنه. بنابراین نقش این مقاومت، توان اقتصادی مقاومت در جامعه چیست و چگونه میتونه این مشکل رو حل کنه؟ در واقع خیلی ممنون از این که به صحبت طولانی من توجه کرد. مرسی. بله ممنون آقای رایی. خانم بیرجندی در خدمت شما هستی. سپاسگزارم آقای منیری. سلام عرض میکنم خدمت هم همکاران عزیز و مهمان عزیزمون آقای رایی گرامی. من در مورد بخش اول صحبت شما میخواستم نظر خودم رو بگم. من یکی از علت، یعنی شاید از بزرگترین علتهای عدم اعتماد رو حتی بین مردم میدونم، به خاطر اینکه ما سالیان سال، یعنی از گذشته تا الان، عدم آزادی بیان در کشور ما باعث شده که خب اون تبادل نظر، ایده ها، اندیشه ها، در واقع اون تضارب فکرها و آرا صورت گرفته نشده و ما در واقع به خاطر این بنبستی که بوده هیچ وقت جامعه آگاه هم نداشتیم، چون بالاخره لازمه یه حکومت، یک دموکراسی یا همون کشور دموکراسی، لازمش داشتن فرد آگاه هستش و دانا هست، یه رای دهنده دانا، یعنی کسی که میدونه میخواد به خودش حکومت کنه، در واقع باید اینها رو بدونه، آگاهی داشته باشه. اما خب حالا ما اگه از انقلاب 57 رو بخوایم در نظر بگیریم، خیلی به دور نریم، این صد بسته شده است، یعنی این اجازه داده نشده به مردم و من فکر میکنم که این وسط این اتفاق هم نیفتاده، اندیشه ها اذان برخورد اذان صورت نگرفته، اندیشه ها با هم به تضارب آرا نرسیدن، سطح آگاهی ها پایین بوده و از اون طرف کاری که دولت جمهوری یا حکومت انجام داده اینه که یه شستشوی مغزی انجام داده، یعنی اومده اطلاعاتی که حالا خواسته یا نخواسته به ذهن خودش درست بوده که مطمئنن درست نبوده، به خورد مردم داده و اینه که در واقع افکار این رو جمع‌آوری کردن از آنچه اطلاعاتی بوده که دولت، سایبری ها یا کسایی که به حال نقش شستشوی مغزها رو داشتن و افکار رو به این سمت چرخوندن. و برای همینه که من الان مثلا تو همین اعتراضات هم بسیار میبینم که میان میگن، یه نمونه مثال میزنم که آخرین مسئله باشه، سر همین مسئله ساختمان متروپول که فرو ریخت، چند نفر رفته بودن مغازه پدر این آقای عبدالباقی اگه اشتباه نکنم رو، مغازش آتیش زده بودن. ببینید یه سری ها اومدن، خب این تشخیص خیلی مهمه، برای همین مردم نمیدونن به کی باید اعتماد کنن. یه سری اومدن گفتن این کار مردم آبادان نیست، این از طرف خود مثلا دولت هست که میان میخوان به این صورت مردم رو به عنوان شورش و شورشگر معرفی کنن. خب این الان واقعا من خودم دارم فکر میکنم، شعارهایی که داده میشه، یه سری برای آزادی شعار میدن، یه سری میگن روز رضا شاه روحت شاد، این میان میگن اونا ما نیستیم، مردم نیستن، اونا مثلا از یه قشر دیگه، اونا میخوان نظم رو به هم بزنن، اعتراضات رو به هم بزنن. اینه که این وسط من فکر کنم این دلیل به هر حال خیلی تاثیر داره تو اینکه مردم به هم دیگه نمیتونن اعتماد کنن، چون یه سری مسائل نفوذی به این صورت که عرض کردم خدمتتون در نشون است. مرسی، ممنون که مایک رو به من دادین، عزمها خیلی صحبت کردم. مرسی خانم بیرجندی. آقای رایی شنوا هستیم، صداتون رو. خیلی ممنون، مرسی. بله من میکروفون من قطع بود. خیلی ممنون از صحبتی که فرمودین، با جنبه های زیادی از صحبت شما موافق هستم، اما یه قسمت هایی رو به دیدی خودم باز میکنم.
آگاهی رو فرمودیم، آگاهی رو انسان در رابطه با معیارها میگیره. اگر معیارها منطبق نباشن، آگاهی ها هم منطبق نمیشه. اگر یک 57 که انقلاب کرده دخالت خارجی رو در امور داخلی خودش، دخالت در استقلال حساب میکنه، اینو به عنوان معیار میگیره، اما کسی دیگه این معیار رو نمیگیره و معتقده که به هر حال ما تو اون سیستم بهتر زندگی میکردیم حتی اگه وابسته بودیم، این دوتا اطلاعاتی رو که میاد یک میزان جذب نمیکنن. اطلاعات میاد اما یکی یه فرم اطلاعات رو جذب کرده، یکی یک استفیه. بنابراین مشکل عدم رشد حقوقی جامعه همین مشکل معیارها هست. موقعی که معیارها مشترک بشه، معیارها موجب میشه گفتگوها به هم نزدیک میشن. اما اگه معیارها خیلی متفاوت باشن، مثل همین سندیکای فرانسه و آلمان رو که مثال زدیم، بعد جنگ جهانی دوم چپا در فرانسه خیلی قوی بودن، بنابراین سندیکا بسیار چپ بودن و کارفرمایی ها سندیکاشون راست بوده. خب معلومه چپ و راست موقع که سندیکا تشکیل میدن با هم توافق نمی کنن. در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم سندیکای کارگری زیاد چپ نبودن، به میانه نزدیک بودن. کارفرماها هم حالا اگر راست بودن تفاهم بیشتر میشده. در جامعه هم اینطور، اگه معیارها، مشکل معیارها رو حل نکنیم، برای که مشکل معیارها رو حل بکنیم باید به یک سوال جواب بدیم: آیا معیارها همه نسبی هستن یا معیارهایی داریم که نسبی هستن و معیارهایی داریم که مطلقن؟ اگر معیارهایی داریم که مطلقن، این معیارهای نسبی لازم است که با اون تطبیق بدن، این رو جامعه درک کرده یا معتقده که نه همه چی نسبی است و این میتونه این نظر داشته باشه، اون میتونه نظر پا در هوای باقی میمونه. اگر بیاییم ببینیم که تفاوت معیارها رو، ویژگی های معیارها رو شناسایی بکنیم، حتما تو صحبتاتون بوده دیگه، میبینیم که حقوق به عنوان قواعد جهان شمولی هستن، به عنوان قواعد یونیورسالی هستن که پایدارن، کهنه نمیشن، همواره ارزش هستن و همواره مورد امتحان و تجربه کردن هستن، یعنی ممکن آمپیریک هستن، در واقع تجربه کردنی هستن. این معیارهای جهان شمول و کهنه نشدنی جهانی که ثابت هستن، آیا جامعه پذیرفته که اینها معیارهای جهانی و درکش در دموکراسی ها به میزان زیادی پذیرفته شده، حالا کم و بیش در جامعه های مختلف، و بنابراین من معیاری اگر دارم میام تطبیق میدم ببینم با این حقوق تطبیق داره یا نداره. بنابراین موقعی که من یک فرهنگ حقوقی پیدا میکنم، همونطوری که آقای گلزار گفتن ظروف مرتبط پیدا میکنه، یعنی یک سیستم هستش حقوق، این سیستم میشه مطلق، پایه، ثابت، تکون نخوردنی، به معیارهای نسبی میان خود رو با این تطبیق میدن و در این حالت روز به روز به هم نزدیک میشیم، برای اینکه اون تجربه، اونی که مطلق و کهنه نشده این قابل تجربه است. من میام میبینم که این قاعده حقوقی با این قاعده حقوقی تبعیضی درش نیست، تفاوتی با همدیگر رو تایید میکنن و تمیز درش نیست، اما من میتونم یه معیاری داشته باشم با یه معیار دیگه که این معیار در با هم تطبیق که نداشته باشن در تناقض باشن. پس بنابراین همون حرفی که جان ژاک کوسو زد اینجا مورد توجه ما باید قرار بگیره، این که اکثریتی یک تفاهمی میکنن به این مفهوم نیست که این اکثریت این تفاهم رو کردن برای تمام جامعه. این یک اراده جمعی است که میتونه برخلاف اراده یه اقلیتی باشه، حتی برخلاف اراده یک جمع بزرگ دیگه ای باشه. پس بنابراین برای اینکه ما بتوانیم برای جامعه تصمیم بگیریم، لازم است که تصمیم حقوقی بگیریم، تصمیم جهان شمول بگیریم. چرا؟ برای که تنها این معیارهای جهان شمول هستن که درش تبعیض نیست، به نفع همه هست، به نفع حقوقی همه هستش. و بنابراین در رابطه با صحبتی که خانم بیرجانی، اگه درست اسمشون رو گفته باشن، فرمودن اطلاعات ما یا اطلاعات ما در رابطه با معیارهای ماست و این معیارها رو لازمه که روش کار کنیم، و موقعی که روی معیارها کار میکنیم تعریفها رو درست پیدا میکنیم.
الان شما فرمودی آزادی. خب تعریف آزادی چیست؟ جامعه ها یه تعریف مشترک آزادی داره؟ نه. هر کسی آزادی رو یه جور، یکی آزادی رو آزادی میل میفهمه، من دوست دارم این کارو بکنم و میکنم. حالا این آزادی میل با آزادی میل یکی دیگه در تناقض قرار میگیره و بنابراین ما به جای اینکه بگیم آزادی ایجاد بکنیم، درگیری و تناقض و دیکتاتوری ایجاد کردیم. یکی دیگه میاد آزادی میگه آزادی من اونجایی تمام میشه که آزادی شما شروع میشه. خب این در واقع دروغه. بازم قدرت من میگه اونجایی تمام میشه که قدرت شما شروع میشه، اینم غلطه. اما آزادی رو اگر بگیم که داشتن تمام حقوق است، در اینجا با هم توافق میتونیم بکنیم. اما جامعه ما روی آزادی به محض با تعریف داشتن تمام حقوق تفاهم نداره و بنابراین ما مشکل معیارها داریم و بنابراین مشکل تعریف‌ها داریم. و چون معیار رو تعریف داریم، اطلاعات میان اما مثل کلماتی به گوش میان و چیز رد میشن، میاد رد میشه، یه دی میگیرن یه دی نمیگیرن. خیلی ممنون، مرسی. آقای منیری عذرخواهی میکنم، من مایکمو باز کردم. جناب آقای گلزار پشت خط تلفن من هستن مستقیم و به این صورت میتونن در جلسه تشریف داشته باشن. متاسفانه اینترنتشون رو از دست دادن. بله بفرمایید آقای گلزار، خواهش میکنم. خیلی عذر میخوام، میبخشید که اینترنت من قطع شد. البته تقصیری برای این نداشتم که تکنیکی همچین کاری کرده و هر کاری کردم که به شکل دیگه وصل بشم، متاسفانه اینجایی که هستم امکان برام نیست و سرکار خانم محبت کردن تماس گرفتن، من از این طریق میتونم نظر خودم و خدمتون به اصطلاح بیان کنم. در صحبتی که شما، در سوالی که شما کردید و توضیحی که من دادم، سعی کردم توضیح بدم که تفاوت‌هایی هست بین کشورهایی که اینها دموکراسی دارن و سعی می‌کنن که این حقوقی که براشون ضایع شده، که بیشتر حقوق موضوعشونه که ضایع شده، به او برسن. در کشور ما فقط حقوقی نیست که مثلا بگیم که مثلا حق اینکه یه زن و مردی از هم اگر جدا شدن، پدر و مادر با این فرزند چه بکنن، برخوردشون با این فرزند، این از این حقوقی که هست مثلا نمیخوره به حقوق بشر. یا اینکه بگیم در زمینه اشتغال و کار یه سری قوانین هستن، نه اصلا مسئله اون نیست. بسیاری از حقوق که خدمتون عرض کردم، حق حاکمیت زیر سواله. مردم حق حاکمیت ندارن، مردم ابزاری هستن که یه عده سر قدرت بمانند. بنابراین مردم اعتراض میکنن. هنوز در اعتراضات نوع شعارها، نه همه شعارها، بخشی از شعارها بیانگر اینه که آقا ما وضع اقتصادیمون خوب نیست، خب یه کاری بکن برای ما. مردم یه رهنمودایی هم میدن، میگن خب خرج مثلا لبنان و سوریه و اینا نکن، یا خرج ما بکن. یا اینکه مردم اعتراض میکنن میگن خب دزدی شده، یه جلو دزدا رو بگیر. راست میگن، مردم رهنمود میدن که در بخش های از جامعه و اقتصاد و سیاست و فرهنگ یه حفره های درست شده که این حفره های چرکینن، در اینها فساد جمع شده. آقایی که تو میخوای وضعیت مملکت ما رو درست کنی، خب بیا اینا رو درست کن. حالا توی بعضی از شهرها دیگه رسیدن به بن‌بست، مثلا شعاری که میدن ضد خود رئیسیه، ضد خود خامنه ایست، ضد کلیت نظامه. اما اینطور که شما سوال کردی، باید خدمتتون عرض کنم، همه در این اعتراض یک شکل شعار نمیدن، هنوزم همه نپیوستن. به خاطر همینم هم شعارهای میدن، مثلا نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، یعنی یک احساس همدلی و یگانگی بین مردم درست بشه که ترس و وحشت از استبداد نداشته باشی. برای خوشبخت شدن باید بیام همه با هم باشیم. این باعث شده که اون همگرایی، یعنی این نوع هنوز یک دل و یک زبان نشدن، شاید خیلی ها در خفا هنوز با هم همدل هستن ولی در عمل نیستن. چرا نیستن؟ این نظام میگه ببینی تا دیروز تعریف میکرده، من نباشم این مجاهدینم، اینها میخوان به هر تیره چراغ برق یه آدم رو بکشن بالا. این وضعیت مملکت، هر کسی میگه من خونه و زباده دارم، زندگی دارم، و اگه اینا بیان بدبخت میکنم ما را، میگن خواهی نظام بمونه بهتره، حداقل ما رو نمیکشه.
اون که میگم از هر چه تیرق چراغ برقی، برای که خود مجاهدین گفتن یک زمانی ما هر معممی رو با عباش به دار میزنیم به تیر چراغ برق. خب اینو گرفتن کردن سوژه برای همه چی و بسیاری رفتاری که به عنوان یه فرقه انجام میده. و دیگری این که هیچ راه حلی در تناسب با حقوق بشر برای ایران نداره. امروز خود این نظام خیلی خوشحاله، میگه رضای پهلوی اگر من برم این میاد. خب این مردم هم میشنن دو تا چهار تا میکنن، حتی یه دم گولش میخورن، میگن خب این که راه حل نمیده، برنامه که نداره، یه تیم کاری نداره، یه تیم فکری نداره. دو تا از این حرفایی که بیان میکنه تحلیل نمیکنه و توضیح بده. اینکه خیلی آدم ها میتونن راجع به وضعیت ایران خیلی ساده حرف بزنن، اینکه بگویید من اگر این نباشد من چه میکنم مهمه. خب یه دم ایشون شاید دلش خوشه، مردم میگن رضا شاه روح چا، دو تا مستبد رو با هم مقایسه میکنن، این تصور میکنه به این دارن خطاب میکنن. جامعه در یه تزرزوری هست که اگر اینها بروند چه کسی خواهد اومد که راه حل مشکلات ما کشور هست و میتونه ما رو حقوقمند کنه، میتونه ما رو با عزت و آبرو مدیریت کنه. این یکی از سوالایی است که برای ملت ما هنوز هست. اینکه میخواهند این استبداد برود رو میدونن، اینکه چه میخواد جاش بیاد هنوز برای اکثریت جامعه جا نیفتاده، زمان میبره. از 96 تا 98 خیلی بهتر شده، از 98 تا به امروز خیلی شعارها شفافتر و بهتره، ولی هنوز اون همگرایی عمومی وجود نیامده. اگر اون همگرایی عمومی به وجود بیاد دیگه ما این صحبتایی که الان میکنیم و هم نمیکنه. اما یک تحولی از 88 تا به امروز شده، از رأی منکو تا به حق منکو تحول کرده. از این که معلم شعارش اینه که درس امروز من به تو آزادیست آزادیست آزادیست، این یه تحولی بسیار عظیمه توی جامعه که مثل جامعه ما که استبداد زده است و مردم همچین بیانه میکنه. امیدوارم که پاسخ شما عزیز گرامی رو داده باشه. ممنون بابت این صحبتتون های گلزار. شما حالا راجع به همدلی صحبت کردید و آقای رائی هم راجع به معیارها، و من کاملا حس میکنم این دو مطلب کاملا به هم متصلن. یعنی اگر به قول آقای رائی معیارها کامل یک دست باشه بین مردم جامعه، حالا این که من سوال اولم اینه که اصلا کلا این معیارها قراره کی مشخص بکنه؟ یک فکر جمعی قراره این معیارها رو تعیین بکنه برای همدلی اعضای جامعه، یا نه یک چیزی از بیرون، یا مردم باید به قول معروف چشم به دست روشنفکرها و کسانی که حالا نخبگان سیاسی یا اقتصادی هستن باید منتظر اونها بمونن؟ من حالا اول از همه این که این معیارها رو قراره کی مشخص بکنه، و اینکه حالا این معیارها چجوری قرار مشخص بشه، حالا چه آقای گلزار و چه آقای رائی، ممنون میشم. چون من احساس میکنم تعیین شدن این معیارها در واقع باعث اون همدلی میشه. ممنون. بله من صحبت کنم. بله بفرمایید. خواهش با اجازه آقای رائی و دیگر دوستان. اینکه کی تعیین میکنه؟ اینو ملت تعیین میکنه. هر زمانی که ما بگیم یه نفر از اون بالا باید برای مردم تعیین کنه، یعنی مردم حق تعیین سرنوشت برای خود، حق رهبری خود، حق رشد خود رو شون دست دیگری میدن. تموم شده دیگه. دموکراسی از همون لحظه اول که اعتراضات میکنیم داره از بین میره. مردم امروز چی کار میکنن؟ شما نگاه میکنید آبادانی ها که دیگه نیومدن با شیرازی ها بشینن با هم حرف بزنن که، ولی شعارها بسیار نزدیک به هم دیگه، در مواردی هم عین هم رو میگن. یک رهبریت جمعی در بین مردم به وجود میاد، یک همدلی، یعنی نوع معضلاتی که هست همه رو به هم نزدیک میکنه. حالا بگیریم فردا مردم ایران بیان و همه با هم شعار بدن، یک نفر خاصی رو بگن تو بیا بشو رهبر ما، همه چیز ما، میتونم بکنم.
ولی خب اشتباه میکنن، چون ما قرار نیست که یه نفر بره یه نفر دیگه رو جاش بذاره. قراره که یه نفر بره که صاحب مال و جان و ناموس مردم شده، مردم حق حاکمیت پیدا کنن، حق انسانی خودشون رو برخوردار بشن، این مردم با عزت و با شرف زندگی کنن. یه درم انتخاب میکنن که اینا کاراشون رو خوب انجام بدن، یعنی در دفاع از حقوق مردم عمل کنن. غیر از این باشه که سنگ و سنگ بند نمیشه. دو مرتبه ما از یه استبدادی راحت میفتیم دهنه یه استبدادی. تا امروز مجموعه رو که نگاه میکنید، خود مردم به صفت جمعی خیلی خوب مدیریت کردن. خدمتون عرض میکنم، شما نگاه کنید اعتراض یک هفته یک کشاورزان اصفهانو از چی رژیم ترسید؟ از این ترسید که 300,000 نفر اومدن در بستر رودخانه، همشون هم کشاورز نیستن، اکثریتشون مردم عادی هستن، دانشجو هستن، معلم هستن و انواع اقسام کارهای دیگه دارن. اینها اومدن غذا خوردن و بهداشت و درمان و توالت و همه چیزشون رو خودشون مدیریت کردن یه هفته، و این رژیم تمام مدت میخواد به مردم بگه شما ناتوانید، منم که توانام دارم کاراتونه میکنم. و اینا اومدن گفتن خیر، خیال میکنید. آخر کار دیدن حریفشون نمیشن، ریختن با نیروهای سرکوب اینا را از کف رودخونه بردن بیرون و از شهر در حقیقت اینا را متواری کرد. چرا؟ برای که میخواد بگه تو ناتوانی، من توانا هستم. نه، مردم توانا هستن. در اون اصفهان 300,000 تا آدم چه شکلی تونستن خودشون رو مدیریت کنن؟ کسی از خارج بهشون گفته بود؟ کسی براشون دیکته کرده؟ نه، یک رهبریت جمعی، یک مدیریت جمعی، یک همدلی جمعی باعث شد بدون دعوا اینها بتونن کارشون رو انجام بدن. الانم در خیلی از اعتراضات که میبینید همین کار انجام میشه. اگه یه شعار نادرستی داده بشه، یه 100 نفری تکرار میکنن، بعد دیگه این ادامه پیدا نمیکنه. اما از سال 98 تا به امروز، 96 تا به امروز، بیا بیرون هموطن حقتو فریاد بزن، این یه شعاریست برای همه. نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، یه شعار عمومی شده. اینکه خطاب به پلیس میکنه تو به ما بپیوند، یه شعار. پس این نشون میده یه همدلی و یک دونه رهبریت جمعی وجود داره. من خودم اعتقاد به رهبر ندارم، جامعه نیاز به رهبر نداره، نیاز به یک رهبریت جمعی داره و نیاز داره به یه سخنگو. اگر زمانش برسه بگن که این جامعه ایران میخواد اینو تحولاتو بکنه، یه بخش از تحولات باید مدیریت بشه، اونجا یک سخنگو احتیاج داره که آنچه را که مردم از حقوق دارن او مدافع حقوق همگان بشه، اون رو بیان کنه. ولی بنا نیست که بیاد جای مردم تعیین تکلیف بکنه. دوران تعیین تکلیف خیلی وقت از بین رفته. هر کسی مستقل و آزاده، استقلال داره در تصمیم، آزاد است در نوع تصمیم خودش. این باید دیگه جامعه ما الان به این سو تحول کنه و امید دارم که این جنبش ها به این سو هر چه زودتر نتیجه بده و ما در یک حقوق مداری زندگی کنیم، یعنی رابطه من و شما عزیزان رابطه حق با حق بشه. من از حق شما دفاع کنم و احترام به حق شما بذارم، شما از حق من دفاع کنید و احترام به حق من بذارید، با هر عقیده و مرام و نظر و گویشی که من هستم. بعد سعی کنیم طبیعت خود را عمران کنیم، سعی کنیم روابط اجتماعیمون را از خشونت آزاد کنیم، تمام قوانین را متناسب بکنیم. حالا ما در این راستا که چه بشود یک قانون اساسی پیشنهاد کردیم، دوستان محبت کنم برم ملاحظه کنم در تمام امور به تناسب حقوقی که بعد ازش برخوردار بشید، هیچ کاری هم با دین و ایدئولوژی نداره، پیشنهاد بند بند دادیم. خب این میتونه جامعه رو از خیلی از فسادها نجات بده و یک فضای نوعی رو ما به وجود بیاریم که این فضای نو فضای تحول برای جامعه ایران باشه. امیدوارم که پاسخ داده باشم. میکروفونم رو آزاد میکنم برای شما، یعنی در حقیقت صحبتام تمام. ممنون آقای گلزار، مرسی، لطف کردید بابت اطلاعاتتون. حالا آقای رایی، قبل از این که شما صحبتتون شروع کنید، اتفاقا من میخواستم یه جایی احساس میکنم یه پارادوکسی وجود داره، البته شاید من احساس میکنم. آقای گلزار گفتن خب یک جمع، فکر جمعی در واقع این تصمیم رو میگیره،
اما خب ما هر جامعه‌ای رو نگاه بکنیم یک فرهنگ مخصوص به خودش داره و به هر حال یک بستری داره، یه بستر فکری داره که اون معیارها رو از جهان شمولی دور میکنه. حالا اتفاقا من میخواستم ببینم با این مسئله باید چطور کنار بیاد. حالا شما خودتون دستتون بلند کردید، ممنون میشم. مرسی. خیلی ممنون. ضمن تایید صحبت‌های آقای گلزار و خیلی ممنون از توضیحات خوبی که دادن، من سعی میکنم در رابطه با سوال شما و همینطور از جنبه‌های دیگه مسئله رو مطرح کنم. به نظر من موضوع برمیگرده به این که آیا من انسان کرامت دارم یا ندارم. اگر من کرامت دارم، شما هم کرامت دارید، دیگری هم کرامت داره، زن کرامت داره، مرد کرامت داره، ما انسانهای کریمی هستیم، انسانهای محترمی هستیم که احتیاج به آقا بالا سر نداریم، در تایید صحبت های آقای گلزار. پس بنابراین معیار کلان جامعه این میشه که کسی بر کسی حکومت نمی کنه، با هم اداره می کنیم. دموکراسی هم یعنی همین. اگر من بپذیرم که رابطه ها رابطه فعال با فعاله، نه فعال با غیر با منفعل، اونجا میپذیرم که من حق اظهار نظر دارم، اما این اظهار نظر من مونوپول یا انحصاری برای من ایجاد نمیکنه. به محضی که این مسئله کلان رو حل کردم که من و همسرم، من فرزندم، با هم موجودات فعالی هستیم که در رابطه برای فعالیت مشترک احتیاج به معیارهای مشترکی داریم که بتوانی این جمع‌بندی رو بدون تناقض انجام بده، اون موقع سراغ اون معیارهایی میریم که این تناقض‌ها رو برمی‌داره، این تضادها رو برمی‌داره. بعد تو این مطالعه متوجه میشیم ای معیارها معیارهای جهان شمولن، معیارهای نسبی نیستن. ای معیارها جهان شمول کهنه نشدنی هم. این معیارها بعد میایم بیشتر دقت میکنیم، این کرامتی که صحبت میکردیم، موجودی کریمی که این حقوق رو داره، همشو هم داره و حاضر نیست حتی از یکیشون هم صرف نظر کنه. پس بنابراین موضوع به این برمیگرده که آیا من موجود صلح طلب هستم، موجود کریم هستم و چون صلح میخوام بنابراین تمام حقوق رو میخوام، چون این حقوق تبعیض‌ها رو برمیداره، یا اینکه موجود سومی هستم، موجود برده هستم. من میخواهم برده کسی دیگه باشم یا ارباب کسی دیگه باشم. در اینجا مشکل حل نمیشه، در اینجا معیارهای مشترک پیدا نمیشه، در اینجا معیارها نسبی میشن، پادر هوایی باقی میمونه. پس بنابراین در اینجا مسائل کلان رو لازمه با هم حل کنیم. یک، کرامت داره انسان یا نداره؟ خواهی که کرامت داره، چرا کرامت داره؟ بین الله که توانایی داره، خواهی این تواناییش رو کسی میتوانه ازش سلب کنه؟ میبینید نه. پس بنابراین در اینجا من میبینم منی که کریم هستم، توانایی هم هستم، پس بنابراین حاکمیت و اداری خودم رو بر اساس توانایی خودم میذارم. آن کسی که میدانه فضیلت پیدا میکنه که یاد بده به اونایی دیگه. کسی که این تخصص رو داره میاد اون تخصص خودش یاد میده، اون یکی همون تخصص خودش داره، در این رابطه های نقد گفتگوی جمعی میشه و در این گفتگوها زیاده خواهی ها برداشته میشه و کار بسیار مهم دیگه ای رو میکنه. یأس و ناامیدی برداشته میشه. من میبینم میتوانم و چون میتوانم بنا رو بر یأس نمیذارم. بنا رو بر یأس گذاشتن چه مشکلی رو در جامعه پیش میاره؟ بناره این مشکل رو پیش میاره، میگم حالا که از راه خوب نمیتونم، بابا همه دارن میبرن و میخورن، من وایسادم اینجا دارم اخلاق بازی در میارم. پس برابر این ناامید میشم از رابطه خوب، میرم سراغ رابطه بد. میبینم که در این اداره فلانی داره میخوره، منم اگه بودجه به من بدم اینا فلان کار بکنه، میرم یه شام و نهاری با اون اول میخورم، یه قسمت چم میبینید در رابطه ها خراب میشه. پس برابر این در اینجا من لازم است به این مسئله توجه کنم که کرامت دارم، بنابراین توانایی دارم، بنابراین معیارهایی که این توانایی‌ها رو بتونن جمع بکنن رو پیدا کردم، تو حقوق هستم و چون این حقوق رو دارم، این توانایی‌ها رو دارم، ناامیدی معنی نداره. چرا؟ ببینید که راه حل رو همیشه انسان داره. چه زمانی راه حل پیدا نمیشه؟ اونجایی که قدرت اومده دخالت کرده. قدرت میاد دخالت میکنه، راه حل‌ها رو غیر ممکن میکنه. پس بنابراین
من توان این رو پیدا میکنم که به خود اعتماد کنم، به دیگری اعتماد کنم، به توانایی های خود اعتماد کنم و دموکراسی در واقع بنا رو بر توانایی و فهم و شعور مردم گذاشتنه. اگر من بنا رو بر نفهمی مردم بذارم، ضعفای مردم آنچنان عمده میکنم که میگن مردم که بیشعورن، پس برای یه نخبه‌ای باید بیاد اینا رو مثلا براشون راحت پیدا کنه، یه گروهی بیان این کارو بکنه، یا فعلا تا مرحله‌ای به صورت موقت ما یه کاری برای مردم بکنیم، خود رو در جایگاه برتر و امتیاز قرار میدیم. توجه داشته باشیم که هرگاه حقوق نباشن، امتیازها میان جای حقوق رو میگیرن. در این امتیازها رابطه‌های تعاقض و تضاد میشه. قراردادهای اجتماعی هم که میبندیم مال اکثریتی هست بر علیه اقلیتی، یا مال عده‌ای هست بر علیه عده‌ای، و رابطه این قراردادهای اجتماعی ما رابطه تمام مردم نیستش. لازمه به این مطلب توجه کنیم که ما تشخیص لازمه بدیم که فضای گفتگوی ما، فضای فکری ما قدرت یا آزادی. اگر آزادیه، داشتن تمام حقوقه. اگر قدرت، داشتنهای امتیازهایی هست بر علیه کسانی دیگه. و چگونه این کار انجام میدیم در این رابطه قدرت؟ یا فکری رو که من پیدا میکنم بلافاصله میگم این فکر من حاکمه بر خود من و بر دیگران، بنابراین رابطه تناقض ایجاد میکنم بین خود من و فکر خودم، فکر رو حکم میکنم برای خود و برای دیگران. راه دیگرش این است که بین خود و دیگری رابطه تبعیض برقرار میکنم، میگم یا او برتره یا من برترم، یا من برترم یا او برتره، یا یه جایی من برترم یا جایی او، مثل زن و شوهر تو خونه که با هم رابطه قوا دارن، میگم تو تربیت بچه رو تو داشته باش، نمیدونم پول در آوردن من داشته باشم، اداره کردن و تفریح و اینا رو هم مثلا با هم یه جوری که به هر حال کنار جار میرن. تو این رابطه های درگیری ها و تو این رابطه های تناقض ها آنچه در این وسط فدا میشه همون بیرون آمدن از فضای آزادی است و در فضای قدرت رفتن. و در واقع دو سیستم داریم، یک سیستم راست داریم، تمام راستی رو داریم و غیر از راست چیز دیگه نداریم، یک سیستم دروغ داریم. سیستم دروغ چیه؟ مجموعی از راست دروغه، برای اینکه اگه دروغ کامل باشه که اصلا پذیرفته نمیشه، بنابراین ترکیبی از راست دروغه. در سیستم دروغ، در سیستم قدرت، در سیستم نسبی ها، راحل ها هم اگر جواب بده دراز مدت و کهونه نشدنی جواب نمیده. این طرف اگر راحل ها پیدا بشه، جامعه توانی رو پیدا میکنه که مسائل روزمره خودش رو اول از خودش حل کنه. تو خانواده مشکل خودش اگه بتونه حل کنه، تو محله هم میتونه حل کنه، تو محله بتونه حل کنه، تو شهر هم میتونه حل کنه، همینطور تو جمع. و بنابراین میبینیم که در این رابطه های تنگاتنگ حقوقی، رابطه های تنگاتنگ همدلی، آمپاتی، رابطه های رشد کننده میشه، به این علت که مشکلی نیست که حل نشه، مشکل ها را حل خودش رو پیدا میکنه. اگر الان پیدا نکنه، در یک میکانیزمی، در یک دینامیکی قرار میگیره که در اون ایرادها قابل برطرف شدنه، اما این دینامیک رشد برجاست. اما این طرف دینامیک تخریب، راه حل ها پیدا نمیشه. در این طرف منظورم در فضای قدرت و در سیستم دروغ راه حل ها پیدا نمیشه. و بنابراین در این سیستمی که راه حل ها پیدا نمیشه، کلنجارها زیاد میشه. راه حل که پیدا نمیشه چگونه پاسخ داده میشه؟ با ایجاد بحران بعدی. رژیم ولایت فقیه نگاه کنید، یه بحران حل نکرده، یه بحران دیگه رو اضافه میکنه. بحران جنگ رو حل نکرده، بحران اقتصادی رو ایجاد می‌کنه. بحران اقتصادی رو حل نکرده، بحران اتمی رو ایجاد. بحران اتمی رو حل نکرده، بحران درگیری در منطقه رو ایجاد. همینطور پشت سر هم بحران با بحران. پس در سیستم دروغ ما راه حل نداریم، بحران سازی داریم. به عقب انداختن داره، فرار به جلو داریم. در سیستم حقوق حتی اگر مشکلات بزرگ باشه، قابل تجزیه تحلیل کردن است، قابل بررسی کردن است، قابل تشخیص حقوقی است و قابل پیدا کردن راه حل به اندازه است. در راه حل آزادی، در راه حل حقوق اندازه ها پیدا میشه. رابطه قدرت اندازه ها پیدا نمیشه. چی کار میکنن به جاش؟ حد تعیین میکنن، خط قرمز تعیین میکنن، زندان نامرئی درست میکنن، حکم درست میکنه. یعنی یک بسته فکری میده، میگه این بسته فکری همینه، اگر خودت با این تطبیق بدی موفقی، اگر نه نمیدی. آیا قابل تجربه کردنی هست؟ نه. برای توجیهش طرف باید دنبال این حکم خودش بده که مرتب توضیح بده. اما این طرف میگوید من
میگویم که کرامت دارم، شما کرامت داری، امتحان کن، امتحان کن توانایی خودت رو. اینجا اگر بلد نیستی درس بخونی میتونی، اگه درس خونیدی تونستی خب میتونی. اینجا تخصص نداری مشورت کن، برو دوره ببین، پیدا میکنی، میبینی که در اینجا در یک مجموعه هستیم که توانایی ها روزمره پیدا میشه، تو خونه پیدا میشه، تو رابطه با فرزند پیدا میشه، و بنابراین در اینجا دیگه نمیپذیریم که رابطه ها رابطه های عده‌ای میتوانند با عده‌ای نمیتوانند، عده‌ای فعال هستند عده‌ای فعال نیستند، و بنابراین بچه خودمون رو موجود شروری که با تربیت ساخته میشه در نظر نمیگیریم، موجود کریمی که دائما در حال رشد هست در نظر میگیریم. بنابراین رابطه خودمون با فرزند خودمون هم درست میکنیم، رابطه پدر با دختر خودش هم درست میشه، رابطه پسر با پسر خود، مادر با پسر خودش هم درست میشه، همینطور رابطه های دیگه. خیلی ممنون، ببخشید زیادتر شده. ممنون آقای رایی بابت حرفای زیباتون. من حالا در ادامه کلان بحث اعتراضات، حالا یه دوباره یه فلشبک بزنم، حالا بیشتر روی سخنم من با آقای گلزاره، میخواستم ببینم اعتراضات رو به چه نحو میشه از هرج و مرج یا شورش جدا کرد. این دوتا تعریفشون، تعریف اعتراضات از هرج و مرج و شورش چیه، و اینکه اصلا کلن حالا برای ماها هرج و مرج و شورش یه مقدار بار منفی داره، اما آیا این بده یا نه؟ خب حالا بر اساس انقلاب فرانسه که دیدیم که خیلی هم جواب داد، و حالا به نوعی حالا اسم انقلاب شاید مثلا باش هرج و مرج و شورش، یعنی از بیرون اگر نگاه بکنیم هرج و مرج و شورش حساب بشه، اما انقلابی بود که باعث تحول فرانسه شد. میخواستم ببینم دقیقا حالا این تعاریف رو، آیا تعریف خاصی وجود داره برای این دو مقوله یا نه؟ مرسی. بله، خدمتون عرض کنم سوال بسیار درستیه، چون الان یه دهی خیلی تبلیغ میکنن که دست به خشونت زدن هم چیز بدی نیست. حالا هر جا مرز رو حالا بذاریم کنار، اول بیایم سراغ شورش. شورش رو یه عده‌ای بر علیه یه عده شورش میکنن. اکثرا هدفی که از اون به وجود میاد میگن این عده جدید جای عده قبلی رو بگیرن، یعنی دعوا سر قدرته. شما انقلاب چیه؟ انقلاب شما میرسید به یک نقطه‌ای که در این نقطه جامعه تحول میخواد. شما در خودتونم انقلاب میکنید ها. مثلا من میشینم رو خودم فکر میکنم اینجا و اینجا و اینجا هم ایراد داره. من جدیدن دارم یک کتابی میخونم، این کتاب توضیحش برای اینه که روانشناسی انسان اینه که کجاها این قسمتهایی رو که او توضیح میده به عنوان نویسنده تعمق کن رو خوده، و بعد اگر اینها رو تغییر بدی میتونی که یه تحول اساسی بکنی. این تغییرات چیه؟ تغییرات اساسی است. حالا یه مثال خدمتون عرض میکنم بعد میریم سر انقلاب. فکر کنید به کسی که میگه هر کاری من میکنم از قبل تعیین شده، خدا خواسته. حالا سر این بحث نداریم که خدا خواسته یا نخواسته، به عقیده من خدا نخواسته، خدا انسان را آزاد و مختار مثلا آفریده. اما اون کسی که این شکل فکر میکنه چه اتفاقی براش میفته؟ هر کاری که میکنه از خودش سلب مسئولیت میکنه، هر اتفاقی براش میفته نمیخواد درش تغییر ایجاد بشه، میگه خدا خواسته که اینطوریه، میگه نمیخواست که نمیشه. یا اونا که به چشم و نظر اعتقاد دارن، هر اتفاقی میفته از مریضی، بدبختی، فلان، تمام اینها رو از خودش سلب مسئولیت میکنه، میگه منو چشمم زدم. و بسیاری به این چشم و نظر اعتقاد دارن، چه ایرانی باشن و مسلمان باشن و مسیحی باشن و یهودی باشن و چه میدونم هر دینی که میخواد داشته باشن، این چشم و نظر رو به یه شکلی اعتقاد دارن، واقعیت داره، بقیده من نداره. هر کسی مسئول اعمال خودش، هر کس خود خویشتن رو هدایت میکنه، یعنی مایه موفقیت خودش میشه یا عامل عدم موفقیت خودش میشه. اگر کسی به این باور داشت
و باور پیدا بکنه 100% تحول درش خواهد. من الان با یک جمعی آخر هفته روز یک شنبه یک جلسه داشتیم 2 ساعت و نیم راجع به همین موضوع صحبت کردیم که خوشبختی و موفقیت در دستان من و شماست. ما خودمون عامل موفقیت باید بشیم و با اون جمع گفتگو کردیم و سوال کردن چون به این اعتقاد داره. پس در اون کسی که تغییر رو اساسی میخواد بکنه انقلاب در خودش میکنه، آن چیزایی که مانع موفقیت هست رو تبدیل میکنه به طرز تفکری که مایه موفقیتش میشه. انقلاب چیه؟ جامعه میرسه به یک بن‌بست هایی که یک سری دلایل خاص داره. مثلا در کشور ما میگیریم دخالت روحانیت یا حوزه های روحانیت در قدرت، دخالت مستقیمشون، قوانینی که در کشور هست که این قوانین در حقیقت خودفرموده هستن به نفع قدرتن، اینا باید تغییر ساختار بده. سپاه پاسداران داریم، حراست‌های مختلف داریم، یه اقتصادی داریم وابسته شدید به نفت و غیره. اینها مایه بدبختی شدن نه مایه خوشبختی. باید چی کار کرد؟ باید تغییر ساختار داد، یعنی انقلاب کرد. با شورش نمیشه این کارو کرد. شورش شاید یه عده‌ای در مثلا بگیریم اگر بشورن مردم بر ضد نیروهای سرکوبی در یک شهر و جلوشون صفر بیستن بگن تو حق نداری که به ما زور بگی، خب حالا اینجا یه همچی کاری انجام میدن، ولی خب هرج و مرج یعنی هیچ کاری نکنن که همه چیز بریزن کنار. در اون انقلاب میتونن تصمیم بگیرن بگن که ادارات رو تعطیل میکنیم تا این نظام نتونه ادامه حیات بده. مثلا در دوره شاه شرکت نفت خیلی مسئله اساسی بود. وقتی گفتن شرکت نفت دیگه اعتصاب کرد، گفتن خب دیگه این رژیم نمیتونه ادامه بده، چون که از لحاظ اقتصادی وابسته 100% است به نفت، نفت فروش نرفته میخوان چیکار کنن. خب اونا هم تا دیدن وضع خیلی خرابه چیکار کردن؟ تمام سرمایه ها رو از بانک مرکزی خالی کردن، همه رو بردن خارج. روزی که کشور به دست مردم افتاد خواستن مدیریت کنن، تو بانک مرکزی پول نبود حقوق کارمند بدی، که از مردم خواهش کردن پولاتون رو بیان بریزید به حساب تا یه سیستم در گردشی درست بشه اصلا کار کرد. حالا اون یه بحث جدا بود. پس بنابراین نیاز اصلی به انقلابه. انقلاب چی میکنه؟ ساختارهایی که مانع حقوق مداریست، مانع دموکراسی ساخته شده در استبداد، اینا رو تغییر ساختار میده، تغییر مدیریت میده. مثلا میگیم سیستم آب کشور ایران، این که دیگه نیروی حراست نیست که، این آب رو دارن غیر مجاز باش رفتار میکنن، مصرفش رو، نوع کشاورزی ایران رو، نوع مصرف روزمره مردم ایران رو، نوعی که مردم نگاه نمیکنن به آب. این باید یه تغییر ساختار پیدا کنه که متناسب است با میزان آبی که در ایران بارش پیدا میکنه. اگه نشه خب ایران ازش چیزی نمیمونه. حالا هر حکومتی هم میخواد بیاد این سیستم بخواد نگهداره، مردم خودشونو تغییر ندن، بلای این مملکت کمبود آب خشک میشه، از بین میره وطن. وقتی وطن نباشه هموطنی هم نیست که در ایش بخواد زندگی کنه. پس بنابراین انقلاب تغییر ساختار. بنابراین بود طبق تعهدی که آقای خمینی سپرد، دین و مرام دخالت در امور دولتی نخواهد کرد. آقای خمینی میرود در قم دخالت نمی کنه، میتونه نظر بده ولی دخالت نمی کنه. روحانیت مطلقا دخالت نخواهم کرد. مردم هم گفتن خب خیلی خوبه. یکی از مشکلاتی که در دوره مصدقی هم داشتیم دخالت روحانیت بود در مدیریت کشور، اون بلا رو سر مصدق بود. این دفعه نمیخوان بکنن. آقای خمینی هم تعهد سپرده. دو، گفت آزادی ها اینا شمرد، آزادی زن اینه، آزادی تحصیل اینه، آزادی احزاب هست، آزادی نویسنده هست و شمرد. استقلال ایران هم گفت نه سلطه برقرار میکنیم نه اجازه میدیم بر ما سلطه برقرار. 19 تا تعهد سپرده. یک تعهد قرار بود ایشون بگه عفو عمومی، یعنی کسی رو نمیکشیم. گفت نه میریم ایران رو میگم. ایران تا رسید اولین کاری که کرده طبق نوشته کتاب آقای خلخالی، خلخالی رو حاکم شهر ایشون انتخاب کرد، که آقای خلخالی در کتابش می‌نویسه من به احمد آقا گفتم، به حاج آقا یعنی آقای خمینی بگوید که این در این کار خون خوابیده، یعنی من میرم آدم بکشم و
او گفت اشکال نداره ما از شما حمایت. با حمایت آقای خمینی رفته آدم ها رو کشته. بعدم کتاب نوشته 500 نفر رو اعدام کرد. با همچی قرار نبوده. تغییر ساختار بنا بوده بده داده بشه. یعنی ما از حکومت پهلوی که اعدام میکرده و شکنجه و زندانی سیاسی میکرده میخواستن مردم تحول کنن با شعاراشون و خواسته هاشون که ما دیگه شکنجه نباشه، زندانی سیاسی نداشته باشیم، آزادی ها و همه چی برقرار بشه. دیگه اینا به پای مردم نمیشه نوشت که چرا اینا اومدن استبداد درست کردن. ملت کارشون رو خوب انجام دادن. متاسفم که بسیار آدم خودپرست و قدرت طلب اومدن این کار رو کردن. ایران نیاز به انقلاب داره. تغییر ساختار باید داده بشه. یک دفعه اومدن مردم در خیابون این رو خواهان شدن. اگرم این دفعه بیان شعارهایی که داده میشه وقتی بریم نگاه کنیم اینه این شعارهای یواش یواش داره میشه شعارهای دوره سال 57 56 57 که چی؟ که مردم خواهان تغییرات اساسی هستن. این تغییرات اساسی یک نوع برنامه میخواد، بدون برنامه نمیشه. اون برنامه چیه؟ یک قانون اساسی است در شفافیت تمام، در دفاع از حقوق انسان، از حقوق شهروندی در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، از دفاع از حقوق طبیعت ایران، در دفاع از اقوام ایرانی. یادمون نره که ما 7 قوم دارن که در این وطن، این وطن رو چند هزار سال نگه داشتن. اینها یه سری حقوق خاص خودشون دارن، باید به اونها رسیدگی بشه. یک دوم که لحاظ اقتصادی باید وضعیت اینها رو مطلوب تر کرد، بهتر بشه وضعشون. یکی هم رابطه که ما با کشورهای دیگه داریم. ما دعوا با دنیا نداریم. دنیا مگه خواست با ما دعوا کنه میگیم نه آقا، در چارچوب حقوق با شما برخورد میکنیم. ما اهل سلطه‌گری نیستیم. نیاز این هموطنان ما یه سوال از خودشون بپرسن، تو جمع ما هم میتونیم بپرسیم که ما توی سوریه چی کار میکنیم، برای چی رفتیم اونجا، تو عراق چی کار داریم، تو یمن چی کار داریم، تو لبنان چی کار داریم، تو فلسطین چی کار داریم، الان با طالبانیا چی کار داریم؟ اصلا کسی میدونه؟ میدونه چه بودجه میشه، چه هدفی دنبال میشه؟ هیچ کس نمیدونه. بنا باید در یه شفافیتی تغییر ساختار داده بشه. بودجه هایی که در جهت تخریب مصرف میشه، انقلاب یعنی اینکه تغییر پیدا بکنن، در جهت عمران کشور بودجه گذاشته بشه. آموزش پرورش تغییر ساختار بده، یعنی اینکه دانشجو آموزش میبیند برای اینکه در تحول خود و وطن خود نقش مستقیم داشته باشه و غیره. و صحبتایی که آقای رایی هم کردن بسیار مطلوب و شیرین، باشون هم نظر هستم که جامعه باید از دروغ پاک بشه. به شما دوست گرامی توضیح بدم راجب انقلاب. دو نوع طرز تفکر هست. این مردم هیچی نمیفهمن. یکی باید بیاد از بالا همه چی تغییر بده. این آخرش به دیکتاتوری میرسه. یه طرز تفکر هست که از پایین این جامعه است که باید تغییر تفکر بده، با حقوق خودش آشتی کنه، با حقوق دیگری آشتی کنه. به قول پدر من بچه بودم، میگفت اگر تو خیابون یه پدری جلوی بچهشو بگیره که شاخه درخت رو نشکنه، مردم درخت دوستی رو یاد میگیرن. کار قانون دفاع از حقوق بشر چیه و بقیه قانونهایی که وجود دارن، اینه که مردم رو آشنا کنن با حقوق خودشون، مردم رو آشتی بکنن بدن با خودشون، با دیگری آشتی بدن، زور نگن، زور نپذیرن، آدمای خوب و مهربونی بشن با هم دیگه. به یه جامعه بخوام که جامعه خواهان تغییر بشه. شما دوست عزیز در آلمان زندگی میکنید. در این آلمان چندین هزار نهادها و انجمنهای مردمی وجود داره. اینها هستن که آلمانو نگه میدارن، نه حکومت سوسیالیستا که سر قدرته. اونها اگر خطا بکنن این بستر از پایین سفت جلوش میسته و اجازه نمیده که اون هر کاری دلش بخواد انجام بده. این تغییر رو میتوان انجام داد، امکان تغییرش بسیار هست. لازم و ملزوم هست که مردم تغییر کنن و کسانی که میخوان حکومت کنن متناسب با یک قانون اساسی که دفاع از این 5 دسته حقوق میکنه، این مردم رو در حقیقت مدیر باشن برای اینکه اینها از حقوق خود برخوردار بشن. بعد ما اسمش نه شورش است و نه هرج و مرج، انقلابی کردیم در وطن ما، نمونه در سطح جهان، و جهان مثل سال 57 که ما انقلاب کردیم، لهستانی‌ها برای اولین بار
انقلابات قبل از ایران همش انقلابات چریکی بوده، یعنی تفنگ دستشون میگرفتن. بعد از انقلاب ایران لهستانی ها همون انقلاب کردن، آمریکای جنوبی ها اومدن مردم تو خیابون همین کارو کردن، این شد یه رسم. آفریقای جنوبی هم همین کار دیگه، کسی نمیاد تفنگ برداره. مردم خواهان تغییرات اساسی میشن، به دنبال مدیران جدید میگردن. امیدوار هستم که ما در این کوششی که میکنیم هر چه زودتر نتیجه برسیم، یه وطنی هست نجاتش بدیم و امکان نجات دادنش 100% ممکنه. خیلی ممنون از شما. خیلی ممنون آقای گلزار بابت نکاتی که فرمودید. حالا اتفاقا بسیار خوبه شما، یعنی من واقعا لذت بردم. یکی از اون جلسات با کانون که شما خیلی دقیق و شفاف از بین صحبت ها سوالای خیلی خوبی رو در میارید که اینا اساسی است و من واقعا از شما تشکر می‌کنم. مرسی، نظر لطفتونه. اتفاقا حالا در ادامه صحبت شما و یه گوشه ای از صحبت های آقای رائی، شما فرمودید که در واقع انقلاب رو باید قانون اساسی حاکمیت کنه و آقای رائی فرمودن که چیزی به نام رهبر وجود نداره و صرفا بهتر عبارت سخنگو رو برای اون شخص به کار ببرید. حالا انتخاب همین سخنگو در واقع به عهده کیه؟ نماینده اون ایدئولوژی، نماینده اون مکتب، حالا همون قانون اساسی که به قول معروف مردم رو به دور اون تحت لوای خودش بگیره. عرض کردم نه به عنوان رهبر و کسی که قرار هدایت بکنه، کسی که قرار سازمان بده به کل اعتراضات یا انقلاب، چیزی که در حال حاضر خیلی از مردم توی ایران دنبالشن. باید منتظر بشیم که جامعه خودش یه شخصی رو پیدا بکنه یا نه اصلا امکانش هست که بدون اون سخنگو یک جامعه به سمت یک انقلاب بره و صرفا با وجود فقط یک قانون اساسی. حالا آقای رائی، آقای گلزار، هر کدومتون ممنون میشم. مرسی. میخواد آقای رائی بفهم من صحبت کنم بعد من نظرم میدم. بفهم. بله خیلی ممنون آقای گلزار و دوستان گرامی. آقای گلزار، من نمیخواستم ابتکار عمل رو به دست بگیرم، شما چون تشریف نداشتین رد شدید، من یه مقدار صحبت کردم. حالا لطف میفرمایید. خیلی ممنون. در مورد این که من دو مطلب رو توضیح میدم، یکی این که انقلاب از نظر من یک رویداد هست نه یک استراتژی. بنابراین بحث برمیگرده به این که دعوا کجا پیش میاد، دعوا نسبت به کی شورش تعریف میشه، نسبت به کی تحول یا انقلاب تعریف میشه. انقلاب به معنی تحول تعریف میشه. اگر حاکم مردمن، مردم حق اعتراض دارن، مردم حق به دست آوردن آنچه را که ازشون سلب شده دارن و بنابراین در رابطه با مردم اعتراض مردم شورش حساب نمیشه، در رابطه با رژیمی که در مقابل مردم قرار گرفته شورش حساب میشه. پس بنابراین بحث اینه که به یه جایی میرسیم که اصلاح غیر ممکن میشه. به محض اینکه اصلاح غیر ممکن شد، انعطاف ناپذیری رژیم در مقابل انعطاف ناپذیری حیات مردم قرار میگیره. مردم بر میبینن حیاتشون به خطر افتاده، زندگی روزمره شون به جایی رسیدی که دیگه حتی به زیر زیست هم نمیتوانن در واقع زندگی کنن، یعنی از مرحله فقر آمدن به مرحله کمداری و از مرحله کمداری به مرحله بیچیزی رسیدن. یعنی از فقر به بیچیزی رسیدیم، از فقر که میتوان تا حدودی حل کرد رسیدیم به بیچیزی که نمیشه مسائل رو حل کرد رسیدیم. اینجا حیات به خطر افتاده. اینجا این انعطاف ناپذیری حیات در مقابل انعطاف ناپذیری رژیم قرار میگیره. رژیم هر اعتراضی رو شورش حساب میکنه و در اینجا مردم لازمه که
به جای اینکه اعتراض بکنن، مقاومت بکنن، لازمه که توجه کنن که این اعتراض مقاومت چون تبدیل به خشونت نشه. یعنی اگر در اعتراضات داخلی به عنوان مثال یکی بگه باید اسلحه دست گرفت و بدانیم که اسلحه به دست گرفتن وابستگی خارجی ایجاد میکنه و بدانیم که در این وابستگی خارجی هم رژیم اون قدرت خارجی هم از رژیم حمایت میکنه نه از جنبش، در اینجا این خشونت به ضرر مردم هست و این شورش نه تنها بر علیه مردم هست، تفرقه بین خود مردم ایجاد میکنه. این اسلحه گرفتن اول خونه بسیاری از خانوما رو میبره تو خونه، خانمایی که آمده بودن حتی در واقع نقش سخنگویی رو به عهده بگیرن، نقش پیشتازی رو به عهده بگیرن، خونه نشین میکنه، عده‌ای از آقایون رو خونه نشین میکنه. پس لازمه که در این رابطه بین رژیم، انعطاف ناپذیری حیات رژیم و انعطاف ناپذیری حیات مردم، حیات حقوقی مردم، مواظب باشیم که کار رو به خشونت نکشونیم. موقعی که خشونت نمیکنیم به یک مسئله داریم توجه میکنیم. هرگاه مشکلی پیش آمد سه راه حل وجود داره. برای مشکل دست به خشونت میزنیم، خشونت و مشکلی که ایجاد شده با خشونت جواب میدیم، دندان رو با دندان میشکنیم، یعنی خون رو با خون میشوریم به قول مدری، یا اینکه در مقابل خشونت عدم خشونت انتخاب میکنیم، هیچ کاری نمیکنیم، آرامش قبرستانی برقرار میکنیم، اون طرف خشونت خودش میکنه، ما این طرف میگیم خودش میشه، سایه خودش میاد، پاش پا نشون خودش میاد، و یا اینکه خشونت زدایی رو انتخاب میکنیم. خشونت زدایی به این معنی است که من نیستم که خشونت میکنم، خشونتی رو که رژیم ایجاد کرده سعی میکنم با روش های مدنی خونسا کنم، سعی میکنم بی اعتبارش کنم، سعی میکنم بی ارزشش کنم، سعی میکنم نشان بدم که با جمع میتوانیم دهنکجی کنیم به این راه حل، این راه حل رو در کنار کنیم. ولی در این خشونت زدایی یک استثناء وجود داره. هرگاه حصار خشونت رژیم به 100% برسه، به جایی برسه که من زندانیم، آنجا میتوانم از زور در حد رفع این حصار استفاده کنم. این تنها استثنای استفاده از زوره، یعنی رژیم داره منو میکشه، فکر کنید زندانم درارم بسته میخواد منو بکشه، من در اینجا اگه ساکت باشم هیچ مشکلی رو حل که نمی کنید چه اعدام خواهم شد. پس برابری باید بگردم این راه حلی پیدا میتونم، میتونم زمین سوراخ کنم، میتونم کارو، یا تو هواپیما اصلا هواپیما داره میفته آیا میتونم برم یقی خراب تروریستی که خلبان رو گرفته بگیرم یا نه. پس میبینیم یک جای این استثناء رو میذاریم کنار، دنبال خشونت زدایی. خشونت زدایی راه حل های مدنی هست که ما ایرانی ها خوب بلدیم. رادیو بازار ما ایرانی ها راه انداختیم سال 57، رژیم انواع اقسام اطلاعات و چیز خودش رو از طریق رسانه های خودش ماته، ما رادیو بازار این با اون حرف بزن اون با حرف بزن، و این کار بی خرج هم هست. چرا؟ به این دفت که من که حرف میزنم طرف بیاد یقه منو بگیره میگه من اینه که من نگفتم، گفته بودن که این گونه گفته است، من اون حرف داشتم نقل میکردم. دیوار هاشا بلند میشه در این زمینه، توانایی عمل کردن زیاد میشه، و در اینجا میبینیم اون حساری رو که رژیم ایجاد میکنه من با دیوار هاشای شفاهی میتونم حل کنم. بنابراین میبینیم که یک جایی اون استثناء حل راه حل میده. پس بنابراین انقلاب در واقع رویدادی هست که در هرگاه این انعطاف ناپذیری رژیم در مقابل انعطاف ناپذیری حیات ملتی قرار بگیره حتما به نفع این اعتماد انعطاف ناپذیری حیات حل میشه. اینجا رویداد اختلاف، رویداد انقلاب اتفاق میفته، یعنی رژیم کوتاه نیامده، حیات ملت اومده اون رو برطرف کرده. اما اگر رژیم کوتاه بیاد خب اصلاح امکان پذیر شده. 1968 در فرانسه این ممکن شد، تظاهراتی که در فرانسه بود بزرگتر از تظاهرات 1979 یا 1357 ایران بود، اما در فرانسه کوتاه آمدن و بنابراین اصلاح ممکن شد. پس اگر اصلاح امکان باشه، امکان پذیر باشه، رویداد انقلاب اتفاق نمیفته. اما در مورد رهبری که مطرح کردیم، سخنگویی که مطرح کردیم، در مورد سخنگویی اول مردم باید ببینیم آیا میدانند چه میخواهند یا نه. اگر بدانند که چه میخواهند، خود به خود فریدون نشاهنامه یا سخنگوی مردم پیدا میشه. سخنگو فرقش با اون رهبر چیه؟ سخنگو تمام خواستهای
حقوقی مردم رو اعلام میکنه بدون استثنا. یعنی حتی اینجا مطالبه محور نیست سخن رو که حالا فعلا چهارتاش حل بکنم، این یه ذره رو مثلا حلش بکنم، یه ذره حجاب خانم‌ها بره عقب بعد بریم جلو، یا نه، سخنگو تمام خواستهای حقوقی مردم رو همه رو مطرح میکنه، چرا که در جامعه قبلش مطرح شده. اونیست که میگوید مردم چه میخواهند، مردم گفتن چه میخواهند، سخنگو میآید میگوید که این گونه است. پس بنابراین چجوری میتونیم تشخیص بدیم کی سخنگو کی رهبر؟ آنجایی که تمام خواستها رو یکی اعلام میکنه و اونجایی که یکی رهبری میگوید من تعیین میکنم، من نخست وزیر خمینی بعد از اقامت ایران، من نخست وزیر تعیین میکنم. اگر شعور انقلابی رو که الان ما داریم، شعور حقوقی که الان داریم داشتیم، مقاومت ما از همون اول در مقابل خمینی بیشتر میشد. پس بنابراین مردمن که ابتدا تشخیص میدن چه میخوان، چه نیاز حقوقی دارن، و خود به خود دیگه سخنگو پیدا میشه، اقبال پیدا میشه به سخنگو، و بنابراین معلوم میشه که مثلا گروه آقای گلزاره که سخنگوی مردمن، گروه مثلا فران گروه چپ هست یا فران گروه ملیگرا هست که انتخاب میشن، و در اینجا مشخص میشه که در واقع ما با کسانی طرف هستیم که خود را حاکم میدانن یا نمیدانن. اگر خود را حاکمیت میدونن، به حاکمیت خود، به جمهوری به معنی حاکمیت مردم اعتقاد دارن، و بنابراین در اینجا اجازه دخالت به کسی نمیدن، خواستهای خود را مطرح میکنه، از یه دونش هم نمیگذرن حتی. پس بنابراین در اینجا یه مطلب مهمی رو داریم مطرح میکنیم. اگر مطالبه محور شیم، هرگز نه انقلابی اتفاق میفته نه رژیم میره، همین کاری که اصلاح طلبا میکنن ما میکنیم. اما اگر بگوییم ما حاکمیم، حاکمیت ما هم حقوقی است، حاکمیت ما کامله، قواعد ما کامله، آزادی ما که داشتن تمامی حقوق کامله، یه ذرهش هم نمیگذرن، اینجا هستش که انعطاف ناپذیر حیات ملی خودمون رو در مقابل انعطاف ناپذیر رژیم قرار دادیم، و اینجاست که نتیجه میگیریم. چگونه نتیجه میگیریم؟ یک مطالعه در هاروارد نتیجه داده، مطالعه 40 سال اخیر تحولات جنبش‌ها در دنیا، هرگاه ملتی 2 تا 2.5% ملتی به طور مداوم بیسته بر روی خواستای حقوقی خود، اونجا حتما رویداد انقلاب اتفاق میفته یا رژیم متحول میشه، اصلاح میکنه رژیم، اصلاح ساختاری میکنه خودو. ولی اگر این ایستادن 2-3% در ملتی پراکنده باشه، مثل همین 40 سال اخیر در ایران، همینطور ادامه پیدا خواهد کرد و به نتیجه نرسه. پس بنابراین لازم است که یک عده‌ای بار حقوقی جامعه رو به دوش بگیره. روشنفکر اروپا میگن 200 سال بار حقوقی اروپا رو روشنفکرای اروپا به دوش گرفتن. پس بنابراین لازمه یه عده مثل همین کانونی که شما دارین و همین تو کانونی دیگه بار حقوقی جامعه رو به دوش بگیره، بحث های حقوقی رو راه بندازه، رادیو بازار رو راه بندازه، و به این هم بسنده نکنه که ما بازیم و دیگرها بیان سراغ ما. نه، جامعه ای که مایوسه، جامعه ای که خموده، جامعه ای که افسرده است، شما حتی اگر باز هم باشین سراغ شما نمیان، شمایید که باید برید به سراغ اونها، شمایید که باید نشان بدید که نه تنها راه حل ها رو ارائه میدید، گفتگوها رو میکنید، بلکه امکان رابطه تنگاتنگ رو هم خودتون ایجاد میکنید و توانایی رو در خود دارید و این توانایی رو میرید با دیگران شریک بشید. مرسی، خیلی ممنون. ممنون آقای رایی. آقای گلزار، شما نکته تکمیلی دارید؟ بله، نکته کوچیک خدمت هستم. برگردیم، من با صحبت آقای رایی موافق هستم و تایید میکنم. در حقیقت باید بخش عمده از جامعه هم فعال بشه، به میزانی که فعال میشه امکان تغییرات ممکن میشه. یعنی کوتاه در ادامه صحبت آقای رایی، ولی الان برگردیم به یه واقعیتی که در وطن داریم. در مردم، مثلا در جامعه ما داره اعتراضات مختلفی میشه. یه عده هم هستن، الان حداقل 4 نفر به ذهن من میرسه که اینا ادعا هم دارن که از همین حالا رهبریت دارن. یکیشون که اومده و خیلی هم مفصل توضیح داده که بله، این ملت اومدن پیش من و به من گفتن که آقا ما یکی رو میخوایم جلو بیفته تا ما بیفتیم پشت سرش، مثل شبان که جلو میره و گوسفندا پشت سرش هست.
منم گفتم یا الله بفرمایید، من افتادم جلو. خب حالا دیگه نوبت شما هست که دنبال من بیای. نه این اینطوری نمیشه، این دیگه واقعا تحقیر بیشتر از این نمیشه. از ایشون هم سوال کردن تز اقتصادیتون چیه؟ گفت همه این مشکلات اقتصادی رو حل میکنه. گفتم خب شما که اقتصاد بلد نیستی؟ گفت من بهترین اقتصاددانا رو پشت سر خودم دارم. تا اونجا که من میشناسم ایشون یه نفرم نداره که باش از اقتصاد کلان ایران اطلاعات داشته باشه. اون که راه حل داشته باشه یه چیز دیگه است، مطلع باشه به اون اقتصاد. و این یکیشونه، خیلی سفت و سختم ایشون اومده گفت. حالا دو تا سه تا دونم تشکل‌های درست شده تحت جمهوری خواهای مختلف که اونها هم ادعا کردن که اونها می توانن رهبریت بکنن این کشور رو و مردمش رو. عملا یکیشون مثل که 10 تا دونه بند نوشته، اینا مبهمه اون 10 تا بند. یکیسی که شفاف بره بخونه، من مطالعه کردم میبینم اینا مبهمه، خیلی سوال پوشه که اینا جواب ندن. خودشون میگن ما اینا رو جواب نمیدیم، نمیگن چه سوالایی که دارید، میگن جواب داده نمیشه، میذاریم میریم در شورای انقلاب همه بیان. همه رو هم نمیگن کیا بیان. سال 57 قرار در این بود در خارج که شورای انقلاب که درست میشه از هر طرز تفکر توش آدم باشه. وقتی رفتن ایران آقای خمینی زیر شاهد خوب، نه که در ایران بزنه، برخلاف تعهدی که سپرده بود آقای مطهری اومد که خود اونم آخون بود و دکتر بود، البته در دانشگاه تدریس هم میکرد. این وقتی که اومد خارج بهش گفت برو شما شورای انقلاب درست کن. ایشون هم رفته آقای اردبیلی رو برده که روحانیست، آقای بهشتی رو برده، رفسنجانی و خامنه‌ای و خودش. 5 تا توقعی از بنا بود روحانیت شرکت نکنه، 5 تا رو برد و همونا اون نطفهی که در شورای انقلاب گذاشتن تا به امروز حاکمه. خب حالا پس ببینه چقدر تأثیر داره. اینا که در خارجن با 10 تا اصل نمیشه. جدیدن یه آقای اومده به عنوان کسی که میگوید من کرد هستم و تز دارم برای کردستان، اینا میگه من 10 تا یا 8 تا دونه بند رو پیشنهاد میکنه در 2 صفحه. هنوز من نرسیدم بخونم، ولی اون چون باید اول پیداش کنم، چون نگفت کجا انتشار داده، عنوانش چیه که انتشار داده. تمام مواردی که میگه مبهمه. خب کسی رو که مردم بخوان انتخاب کنن، این قراره که ابهام تو حرفاش نباشه، قراره که حرف دل مردم رو در شفافیت تمام بگه. مثلا ما میگیم در قانون اساسی هیچ به اصطلاح دین و ایدئولوژی نقش نداره، مطلقا نقش نداره. خب باید یکی بیاد مچ ما رو بگیره دیگه، بگه شما 348 دونه اصل نوشتید، بعد یه سری اصولی برای 4 قوه عنوان کردید، برای دوران گذارم 40 و چند تا اصل هم اونجا گفتید. آقا اینجا و اینجاش که شما دارید میگید دین اسلام یا فرقه فلان یا نمیدونم ایدئولوژی مارکسیست چیه، هر دیگه نه توش نیست دیگه. باید شفاف باشه، دقیق باشه. میگوییم میخوام وضع اقتصادی چه شکلی میخوایی درست کنی؟ این خیلی مهمه که چه شکلی میخوایی درست کنی. اون کسانی که مردم بهشون اقبال میکنن در طول زمان تظاهرات و شعارها و اینا سمت و سوش مشخص میشه که این سمت و سوی طرز تفکر اینا به کدوم طرفه، به حال به هر طرفی که هست. تو اون طرفی که بهش اینا علاقه پیدا میکنن مردم، یه شاخص هم هست همیشه، میگن نه این شاخص میتواند بیانگر خواسته های ملت باشه و او تعهد میسپره که من که به صلاح الان شما به من اقبال کردید و به من اعتماد کردید، این اعتماد خیلی مهمه، من هم به شما اعتماد میدهم که این اصول رعایت میشه. حالا ما جمع ما بر اساس ذهنیت موازنه منفی که خود رو مسئول میدونیم نسبت به جامعه، جلو جلو راه حل اقتصادی خودمون رو، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خودمون رو به جامعه دادیم. قانون اساسی رو هم پیشنهاد کردیم، نمیگیم بیاد قبولش کنید، ما میگیم بیاد اینو بهترش کنید، نه که سر گوشش رو بزنن دو مرتبه معلوم نشه که شریعت چیست و دین چیست، کاری که تو قانون اساسی ایران کردن. نه
این شفاف و شفاف در اختیار مردم. اون موقع اون جامعه اقبال میکند به طرز تفکری که یک نفر میشه سخنگوی او و بعد میگوید اگر این در کشور پیاده بشه این خوبه، اما اون افرادی هم که انتخاب میشن به تنهایی نباید این کارو بکنن. اقلیت‌های فکری، اقلیت‌های مذهبی، هر کسی قومی نام، حق دارن چون به عنوان انسان حق برابر دارن با بقیه. من اعتقاد به اقلیت اکثریت ندارم، اما لازم حقوقی وجود داره دیگه. یه دی میگن چون ما اکثریت هستیم حالا فعلا میخوایم حاکم بشیم بر اقلیت. نه، اون اقلیت هم باید حقش کاملا از حقوق برخوردار بشه و نمیشه حقش ضایع کرد. حقش هست عقیده و مرامی که داره رو تبلیغ کنه، راجبش حرف بزنه، هر کاری میخواد میتونه بکنه، چرا که نه. مردم هم اگه بهش اعتماد کردن میتونه حتی بیاد کابینه تشکیل بده، مدیریت کنه. توانا بود فبها نبود، خب مردم دیگه بهش رأی نمیدن، یا اینکه میگن که عدم کفایت بهش میدن، میگن شما نتونستی اون حرفایی که زدی انجام بدی، جلوی مجلس باید پاسخگو باشه و غیره. پس بنابراین اصل برمیگرده به شفافیت، اصل برمیگرده به اون مردم گول نخورن هر کسی رو، برنامه ها رو ببینن، نظرها رو ببینن و متناسب با اون نظرها و برنامه ها بگوین این طرز تفکر با این نوع نظری که داره و با این برنامه که داره میتوانه راه حل باشه. اما همینطور که آقای رایی گفتن، یه مسئله بسیار اساسی تا به اون دوره‌ای که ما برسیم که مردم بگوین چه طرز تفکری در جامعه، یه وجدانی هست به نام وجدان اخلاقی، یه وجدان فرهنگی هم وجود داره که یه عده آدم فرهیخته در جامعه در این دوران تاریک استبداد مسئولیت دارن وجدان اجتماعی در بخش فرهنگ رو، در بخش های مختلف رو، اینها تعهد میسپارن که آلوده به استبداد نشه. این کاریست که ما میکنیم. کسی فکر نمیکرد 20 سال پیش که قانون دفاع از حقوق بشر در ایران که درست میشه که در برمن مثلا 10 نفر یا 6 نفر یا در هانوفر همینطور چند نفر ما دور هم جمع شدیم، امروز جلسات اینچنینی میذاره، سوالات بسیار اساسی مطرح میکنه و انواع و اقسام گروه های مختلف داره، هر کسی توی یه بخشش فعال هستن، حالا نسبت ها فرق میکنه ولی فعال هستن و این خب اینای مجموعه خیلی نتیجه مطلوب خواهد داد. به نظر من چند هزار نفر تا حالا عضو این قانون شدن و رفتن، یه عده‌شون دنبال زندگیشون و مسائل دیگه که داشتن، ولی خب بی تأثیر نبوده این قانون در زندگی اونها. و این وجدان اخلاقی و وجدان فرهنگی بسیار مسئله اساسی است که تا اون زمان نباید گذاشت زمین بگی در اختیار استبداده. و امید که هرچی زودتر جامعه ما اقبال بکند به تحول برای رسیدن به دموکراسی. ما 3 دفعه انقلاب کردیم، هر 3 دفعه برگشتیم سر جای خودمون، 2 مرتبه تو استبداد. این دفعه دیگه باید درس کامل رو بگیریم که از استبداد در بیایم، بیفتیم در خط دموکراسی، ساختن وطن و هموطن و طبیعت ایران، تا یک نشون بدیم این کشور بیدلیل نیست چند هزار سال قدمت داره، قدیمی ترین فرهنگ جهان رو داره، در صنعت، در خط، در علم، در عرفان، در فلسفه. خب ما مقام اول تو جهان در زمینه‌های مختلف داشتیم، متاسفانه چند صد سال استبداد به شکل‌های مختلف حاکم شده و هنوز داره حکومت میکنه. این مثل یه خوره‌ای که بیفته، مثل موریانه‌ای که به جانه چوب بیفته، این سعی میکنه این وطن رو از هستی خالی کنه. و نه، ما بسیار میکوشیم که نشون بدیم که تو همچین توانا هم نیستی، تو خواهی رفت و وطن خواهد ماند و وطن رو ما در آزادی آبادش خواهیم کرد. میکروفونم آزاد میکنم، بفرمایید. خیلی ممنون آقای گلزار. حالا من اتفاقا میخواستم بگم که چند سال پیش باز تا این حد، حداقل تا یه حدودی، همیشه میگفتن که مردم میدونن چی نمیخوان، میدونن چی نمیخوان اما نمیدونن چی میخوان. اما در حال حاضر، حالا شما باز به مواردی اشاره کردید، هرچند ناپخته
اما باز دیگران دارن سعی میکنن تا اونجایی که بشه یک برنامه ارائه بدن. حالا نمیدونم، نمیتونم اسمشو بذارم صرفا با یک نیت خوب یا صرفا برای یارگیری و به دست آوردن قدرت. حالا در هر صورت این تضارب آرا باعث پخته تر شدن تمام تئوری ها میشه. من از تمام حال این صحبت ها بگذاریم، ما یه سری دلایل اعتراض رو گفتیم، شکل اعتراض رو گفتیم و حالا یه سری تفاوت های اعتراض رو بیان کردیم. یه سوال شاید یه جورای کلی تر، حلقه گمشده اعتراضات توی ایران چیه؟ حالا ما خیلی وقتا اون همدلی میدونیم، یعنی بر اساس گفتن صحبت های خود آقای گلزار و آقای رائی بر اساس اون معیارها بیان کردن. بیاییم به راهکارها بپردازیم، ببینیم چه راهکاری وجود داره اون حلقه گم شده در واقع پیدا بشه. که حالا یک گوشه ای اشاره کردیم، اینکه بار این بار رو در واقع یک سری از فعالین مدنی به دوش بکشن. باید منتظر بمونیم همین رویه رو ادامه بدیم یا نه؟ این منظورم این که این مسیر درسته یا شتاب دهنده های دیگه ای هم وجود داره؟ حالا هر کدومتون، آقای گلزار یا آقای رائی، مشتاق صحبتاتون هستیم. مرسی. حالا خدمتون عرض کنم که والا ما 40 چند ساله که کوششمون اینه که تغییر انجام بگیره. آدم که نمیشینه که بگه حالا امیدواریم یه روزی خودش درست بشه. کاری که فساد در ایران شده، اصلاح طلبا گفتن این استبداد رو میشه اصلاحش کرد، چرا که خودشون در این قدرت نقش اول رو داشتن، شدن رئیس جمهوری و شدن مجلس در اختیارشون بود و تمام مراکز قدرت اقتصادی و غیر اقتصادی در اختیارشون بود. خب بنابراین اونها برای اینکه این بماند میکوشیدن، نه برای اینکه تغییر داده بشه. چون اگه میخواستن تغییر بدن یه چیزایی ما باید میدیدیم، حداقل فسادهایی که در این نظام میشد یه جه افشا میکردن و نکردن دیگه. من حداقل ندیدم که نه بیان بگن ما دست به افشاگری میزنیم. از بعد از رئیسی تا به حالم نکردن، حتی حالا بگیم دوره احمدی ایجاد نکردن و روحانی نکردن، حالا رئیسی تا حالا که اینقدر اینها رو دیگه 100% گشتن کنار، بسیاری از چیزا رو نه اطلاع دارن، به اسم خودشون نه، ولی میتونن خیلی افشاگری بکنن. با این حال هنوز یه پاشون تو استبداده، در درون قدرته. این با این نمیشه تغییر داد، این نظام اینطوری فایده نداره. اون وجدانی که من توضیح دادم برای اینکه ببینید مثلا در ایران فقر هست، 12,000 تا انجمن هست که بخش زیادی اینا در زمینه کمک رسانی غذایی و مالی و فلان به این خانواده های فقیر کمک میکنن. تعداد زیادی انجمن هست کمک میکنن به این معتادین که این معتادین دست بردارن، به کودکان خیابان کمک میکنن. اینا مثل یک شبکه عظیم زیر دست استبداد سعی میکنن که این وطن رو نگاهبان باشن. دلیل نمیشه چون اون استبداد همه چیز رو فساد میکنه ما بگیم بذاره به اون بچه کنار خیابون انواع و اقسام ظلما بشه، چون که طفلی بچه دستفروشیه که کارگر کار هست یا هر چیزی. اون نقش اونهاست، نقش این که نشون بده که آقا در این تاریکی استبداد هستن کسانی که یک مشعل آی دستشونه کوچیک و بزرگ، این راه تاریک و به روشنایی دارن به شما نشون میدن. اون قسمت وظیفه‌شونه. این 40 چند سال هم ما به همین مشغول بودیم، اما هر روز هم دلمون میخواد هر چی زودتر کاملا روشنایی رو به این وطن برگردونیم. اون حلقه گم شده اینه که زودتر این روشن بشه. آیا این کار یه نفره؟ خیر، شما امروز قبل از که اتاق شروع بشه یکی از دوستان اومد گفت من صدا بردارم، یکی نظامت میکنه، یکی کسی یه کار دیگه میکنه، بعد یه کسی میخواد اینو ادیت کنه، بعد بذارم روی صدا و تصویر و غیره. پس یه کار جمعی است دیگه. حالا تصور کنه تغییر اساسی در وطن، معلومه که یه کار جمعی است.
اگه یه نفره بود که من به شخص خودم تا حالا این کارو انجام داده بودم و بسیاری از دوستان خوبم دارم که اونها هم همین کارو میکردن یا میگفتن بیاد با هم انجام بدیم. نه، این حلقه گم شدهش اینه که همه ملت باید بپذیرن این نظام اصلاح ناپذیره و تمام دروغایی که به شما میگن اگر ما نباشیم ایران ایرانستان می شود، اگر ما نباشیم این کشور پنج تیکه می شود، اگر ما نباشیم آمریکا می آید شما رو بیچاره می کنه، اگر ما نباشیم شما از فقر و گرسنگی خواهید مرد، اگر ما نباشیم دینتون از بین میره و خیلی چیزا. اینا باید از این ترس ها نجات بده. بازم این وظیفه ما هاست که بشون بکنم و اینه که حلقه اساسی اینه که این اعتماد گم شده این ملت. ببینید آقای خمینی اعتماد داده است به ملت ایران. به مجردی که وارد تهران شده، آقای رایی هم اون رو توضیح دادن، گفته من تو دهن دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم. ایشون این کار نبوده، ایشون قرار نبوده که دور حکومت موقت رو ایشون تعیین کنه. شورای انقلاب هست، یه مسئولینی پیدا شدن حداقل و یه قاعده داشته باشه. نه، گفته من تو دهن دولت میزنم، من دولت تعیین کنم. خب یک دفعه میدیدیم اون چیزی که خواست مردم بوده از بین رفت. خب حالا این بار باید که ما مواظب باشیم و مراقب باشیم که تحولی رو ممکن کنیم که میشود ممکن کرد که مردم اعتماد بکنن. این اعتماد از بین رفته، خیانت شده است به اعتماد مردم. بزرگترین زجری که ملت ایران میکشه زجریه که از دست این خیانته میکشه. این خیلی اساسی است. داری میگه آقا اون خمینی بود این کارو کرد، حالا این که اومده اینو میگه، اومده اینو میگه، مگه میشه کاری رو کرد که تحول توش باشه؟ ببخشید من داره باتریم خالی میشه اینو زدم تو شار. و پس بنابراین اون کسانی که میخواهند در کشور تحول بشه باید در اخلاق، در عمل، در نظر تعهد بسپارن که این جامعه بهشون اعتماد کنه. پدر من یه چیز خیلی قشنگی میگفت، خیلی آدم فعالی بود و خیلی وطن دوست بود و مردم دوست بود و آدم خیری بود و خیلی زید. میگفت 20 سال که تو کوشش کنی کوشش کنی کوشش کنی مردم به تو اعتماد میکنن، تازه پولشونو نه چیز دیگه رو بدن دست تو که تو در راه خیر خرج کنی. کافیه یه قدم اشتباه برداری، از اون بالا میفتی پایین، دیگه کسی به اعتماد نمیکنه. حالا جامعه ما در اعتماد به کسانی که اعتماد کرده که اینها هی هزار سال هی میگوین که ما فقیه هستیم و عالی‌قدر هستیم و حجت الاسلام هستیم و ثقت الاسلام هستیم و آیت الله هستیم و هی برای خودشون القاب درست کردن. خب یه دفعه از اون بالا افتاده و پایین، حالا میگه به بقیه چه شکلی من اعتماد کنم؟ خیلی برای سخته. حالا ببینه ما چه آدم‌هایی باید باشیم که این بیاد بگه که نه، این 30 ساله میشناسیمش، نه فساد مالی کرده، نه فساد اقتصادی کرده، نه لحاظ عقیدتی آدمی صفر سخت ایستاده، پس میشه بشه اعتماد کرد. این بخش مهم اون زنجیره اینه که بتوان اعتماد کرد. کوششی که ما کردیم با دوستانمون، این رو برای تظاهر و خودکود بزرگبینی نمیگم، کوشش کردیم که مردم بدونن که آقا اگه اعتماد کردی خراب شده میشود اعتماد کرد، اون هم برای اینکه یک عمری برنامه و راه حل رو شفاف در اختیارشون قرار داده. هیچ توقعی هم نداره. جلو جلوی یه دهی نیستن که از وقتی حرف میزنن توقعاتشون خدا میدونه چقدر هست. من هم میگم که چه شکلی به این آدم میشه اعتماد کرد؟ این نیومده اینقدر توقع داره برای قدرت. خدا میدونه سر کی رو میخواد ببره، سر کی نمیخواد ببره. یه دهشون که علنا میگن ما اگر برسیم چقدر رو میخوایم بکشیم. خب میبخشید ما دفاع میکنیم از حق حیات، چه شکلی بگیم اشکال نداره یکی بیاد که از جلو جلو میگه من میخوام بکشم. و این اون حلقه هست و جامعه باید بیاد خودش پیدا کنه، بگم من هستم اون آدم؟ نه نیستم. اگر لحاظ عقیدتی هم بخواید نگاه کنید، میگن حضرت علی رو وقتی انتخاب شد نه از خودش بشه خلیفه، ملت اومدن در خونش گفتن بیا بشه خلیفه.
گفت نه من نمیشم. خیلی اصرار کردن. گفت شرط و شروط ها. گفتن چه شرطی داره؟ گفت شرطش اینه که اگر به ناحق شما خلخالی رو خریدی از مال مردم بستی به پای زنه به زنه، میریم اون پا رو از اون پا برمیداریم برمیگردونیم به خزانه مردم. حالا ببینن این ملت دوست دارن به کسانی که دفاع بکنن از حقوقشون، بسیار عالی است. البته این تو که شما هم گفتید تحول اساسی شده در جامعه، تحول قابل مقایسه با دوره‌های 60 و 70 و 80 نیست. الان در بسیاری موارد مخصوصا نسل جوان میدونه چی میخواد. خب اون که اون کسانی که باید این رو محقق کنن هنوز با اونها زیاد انس و آشتی نکرد. این رو من تو صحبت‌ها متوجه میشم. چندین جلسه من با آدم‌های مختلف دارم از گروه‌های مختلفی که کار اندیشه‌ای میکنن و اونها با اینکه اندیشه رو دنبال میکنن متاسف میشم که خیلی از اطلاعات رو دنبال نکرد. ولی با این حال باید کوشش ها رو بیشتر کرد تا هرچی زودتر ما از دست استبداد نجات بده کنیم. مثل یک آدمی مونه که مریضه و نمیشه منتظر شد که اون مریض اطلاعات بیماریش خیلی بره بالا که چه شکلی میشود درمان کرد. نه، اون مریض اگه پیش دکتر خوب بره بهش اعتماد کنه و اون دکتر او رو مداوا کنه، کار ارجح اینه که این کار رو انجام بده تا اینکه خود مریض بشه دکتر. نه، اون خیلی زمان داره. نیاز مریض هست که زودتر از دست استبدادی که به بدنش الان مثل جزام اومده داره میخوره از دست اون نجات پیدا کنه و این کار رو میتوان انجام ده. امیدوارم پاسختون رو داده باشم. نمیدونم اگه ندادم میتونست بگید تا من در چه مواردی ندادم تا توضیح بدم. ممنون آقای گلزار. نه اتفاقا پاسختون جامع بود. حالا من یه سوال کوچولو این داشتم، اما اول از همه به سخنان آقای رایی گوش میدیم. آقای رایی در خدمت شما هستیم. جلسه تا چه ساعت ادامه میدی شما این جلسه امشب و امروز؟ حالا بیشتر مد نظرمون بود تا نیم ساعت دیگه، تا 5:30 اگر شما زمان کافی داشتید. نه آقای چون خواستم بدونم بفهم. نه بله آقای رایی در خدمت شما هستم. خیلی ممنون. من هم خواستم ضمن تایید صحبت های آقای گلزار خواستم از جنبه های دیگه سوال شما رو روش فکر کرده باشم و جواب داده باشم. از به نظر من یه حلقه گم شده نداریم، حلقه های گم شده داریم. اما اگر بخوام همه این حلقه های گم شده رو در یه حلقه خلاصه کنم، به نظر من این حلقه بزرگ گم شده ضعف جامعه سیاسی ایران هستش. یعنی اگر بگوییم یک ملتی مثل ملت ایران وجدان تاریخی دارد، وجدان اجتماعی دارد، وجدان علمی دارد، این وجدان علمیه که میلنگه. وجدان اجتماعی مردم زیادم ضعیف نیست، متوسط از نظر من. وجدان تاریخی ایرانی ها بسیار قویه، تشخیص میده حیاتش کجا به خطر میندازه و هر بار که وارد عمل شده برای جنبش عمومی موفق بوده. تمام تاریخ ایران نگاه کنید، جنبش های همگانی موفق بعد بوده که به شکست کشیده شده. بس این جامعه سیاسی ایران هست که ضعف به خرج میده. این جامعه سیاسی یکی از بزرگترین ضعفایی که به خرج میده ضعف همجنس رژیم هست. رژیم میگوید باید اوضاع اینقدر خراب بشه تا صاحب زمان بیاد. یعنی به فکر ساختن رو به ضرر خودش میبینه. چرا که باید خراب بشه تا این صاحب زمانه بیاد؟ روشن جامعه سیاسی هم فکر میکنه که اگر روز به روز خراب بشه بالاخره مردم تکون خواهند. خب این فکر غلطه. این تفکر که مردم بالاخره خودشون در اثر خراب شدن، بیچاره شدن، فقیر شدن خودشون، نه، تا مردم تحول نکنند تکونی اتفاق نخواهد افتاد. این رژیم مثل یک مجسمه پوسیده میمانه که یک به عصایی بند آمده، اما تا این تحول در مردم اتفاق نیفته، این تحول حقوقی، تحول از طرف قدرت مداری ها و اعتیاد به قدرت به طرف حقوق اتفاق نیفته، برای اینکه این تحول اتفاق بیفته وجدان تاریخی با وجدان اجتماعی و با وجدان علمی همسو باید بشن. این وجدان علمی میلنگه، از جمله همین لنگی که گفتم.
لنگ دیگه این رژیم این هست که انواع اصلا فکرهای جمعی جباری نمیتونه باش مقابله بکنه. هدف نداره. موقعی هدف نداره استراتژی هم نداره، بنابراین تاکتیک کار میشه. دیکتاتوری ها تیک تیک تاکتیک کارهای خوبی هستن. مرتب تاکتیک میزنن. اینجا من کلک میزنم، اینجا سر به کلا میزنم. اما برای تحول جنبش احتیاج به هدف هست. برای هدف احتیاج به معیارها هست و احتیاج به جامعه سیاسی، احتیاج به هدف مشترک داره. اگر جامعه سیاسی ایران هنوز این هدف رو مشخص نکرده که دموکراسی است، هدفهای دیگه ای هم پیدا نکرده که جایگزین این بکنه. اگر هدف دموکراسی است یعنی اداره جمعی است، و اگر اداره جمعی است دیگه انواع اقسام قیم بازی ها برطرف میشه. نه رژیم ما قیم ولایت فقیه میخواییم، نه قیم نخبه میخواییم، نه حاکم صالح میخواییم، جبار صالح میخواییم، نه انواع اقسام اینا. بنابراین مشخص میکنیم که هدف چیست، و ما که هدف مشخص شده معیارهای این هدف هم مشخص میشه. من حاکمم، توانام، میتوانم، ناامیدم نمیشم، پس مستقلم. معیار اول من چه؟ استقلال. من مستقلم، کسی اجازه نمیدم دخالت بکنه در استقلال من. من زن خونه هستم، اجازه نمیدم به شوهرش به من توهین بکنه بگه من مدیر خونه هستم. نه، با هم داریم اداره میکنیم. من فرزند خونه هستم، اجازه نمیدم بابا به من بگه این ازدواج رو بکن، این کار رو بکن، اون کار رو بکن. نه، من موجود کاملی هستم، میتوانم. پس بنابراین یکی از بزرگترین مشکلات جامعه سیاسی ایران تعیین هدف هست و تعیین استراتژی مناسب با اون هست، معیارهای مناسب هست. و در این رابطه یک حلقه گم شده بزرگ دیگه پیدا میشه و اون ضعف گفتگوهای دموکراتیکه، ضعف شور کردنه. ایرانی ها با هم گفتگو میکنن، دلخور میشن از هم دیگه، زده میشن از صحبتهای هم دیگه، غر میکنن یا میرن کنار. این ضعف رو باید بتونیم برطرف کنیم. یعنی لازم است که در ذهن خود بگذاریم که من حرف میزنم برای اینکه سره رو از ناسره تمیز بدم. من صحبت میکنم تا اون توانایی جمعی که داریم ضعفاشو برطرف بکنم، تا این دینامیک رشدش سرعت بگیره. من گفتگو میکنم نه به علت اینکه بگویم راه حل من درست است، که ببینیم با هم چه کار میکنیم. یه داستانی رو در این رابطه برای شما تعریف میکنم که بسیار مهمه. از پیامبر پرسیدن، برای اونایی که اعتقاد دارن، برای اونایی که اعتقاد ندارن هم این داستان از جنبه فکری مهمه. بگو کی درویشه بین ما. پنج نفر اومدن پیش پیامبر، گفتن بگو کی درویشه بین ما. پیامبر از اولی پرسید که تو درویشی، تو اگر مالی داشته باشی چه کار میکنی؟ گفت برش میدارم. گفت تو درویش نیستی. از دومی گفت اگر مالی باشه تو برش میداری؟ گفت نه برش نمیدارم. گفت اگر گفت چی کار میکنی؟ گفت چی مذارب خواهوری. گفت برش میدارم. دومی گفتش که اگر کسی نباشه برش میدارم. سومی و تا برسه به پنجمی، هر کدوم یه بهانه آورده برای برداشتن ما. پنجمی پرسه تو چه کار میکنی؟ گفت من برش نمیدارم. گفت چه کار میکنی؟ گفت شور میکنم با دیگران. پس بنابراین درویش در اینجا به معنی انسان توانایی که اداره میتونه بکنه خودش رو، تواضع و احسان داره، تکبر نداره بر برتری برطرف بکنه، از حق خود نمیگذره اما بر حق دیگری هم تجاوز نمیکنه، امتیاز برای خود قائل نمیشه تا تجاوز بکنه. بنابراین دنبال اداره جمعی هست، در رابطه دنبال رابطه درهمی هست، در رابطه دنبال رابطه همدلی هست، آمپاتی هست. اینها توان این رو دارن که حرف بزنن، مشورت کنن، حس مالکیت پیدا نکنن، منفعت جمع رو، منفعت حالا منفعت که غلطه، حقوق جمع رو در نظر بگیرن و حقوق خود رو با جمع در نظر بگیرن. حالا اگه منفعت رو بگیریم، حداقل منفعت جمع رو فدای منفعت شخصی خود نکنن. حداقل این وجدان رو داشته باشن، بگن بابا من اینجا دارم خودخواهی میکنم، خودمحوری میکنم. پس بنابراین در اینجا یک حرفی رو از قبل از انقلاب 57 بین ما ایرانی ها مطرح مرتب، که ایرانی ها یکی از مشکلاتشون خودمحوری است. حالا این صحیح هم نباشه،
یک میزانی در بعضی جاها در ماها یه جاهای خودمحوری وجود داره. خودمحوری به این منظور که راه حل من درسته، کاری که من میکنم درسته، گروهی که اینو باید بذاریم کنار. راه حل جمعی رو بر اساس حقوق، نه راه حل جمعی هم. چون راه حل جمعی میتونه اداره جمعی باشه بر علیه اقلیتی. پس بنابراین در اینجا من میپذیرم که مالکیتی نیست، اداره جمعی هست. یک نفر اگر شیطان پرست باشه در مملکت ما، همون حقیره داره که هزار خدا پرست دارن. من بنابراین در اینجا تعیین نمی کنم که دین مملکت من چیه. من در اینجا تعیین نمی کنم که مثلا بس یکی از حلقه‌های گم شده ما همین تواضع و احسان هست از نظر اخلاقی. حلقه‌های گم شده دیگه هم ربط پیدا می کنه به همین رابطه بین وجدان علمی، وجدان اجتماعی و وجدان تاریخی. خیلی ممنون، مرسی. ممنون آقای رایی. اتفاقا حالا اون سوال کوچیکم که می‌خواستم از آقای گلزار بپرسم الان راجع به صحبت‌های شما هم یه مقدار صدق می‌کنه. می‌خواستم ببینم شما الان راجع به فضایل اخلاقی صحبت کردید، هم آقای گلزار راجع به این مسئله صحبت کردن که اعتماد اشخاص رو جلب بکنیم با یه پیشینه مناسب، و هم شما آقای رایی راجع به این وجدان صحبت کردید و این اعتماد سازی ها. من خواهم ببینم واقعا برای توی مسئله سیاست وقتی ما راجع به حاکمیت قانون صحبت میکنیم اصلا دیگه جایگاهی برای فضایل اخلاقی وجود داره یا نه. من خودم به شخصه همیشه میگم هیچ چیزی از هیچ کسی بعید نیست، یعنی هر کسی هر چقدرم پیشینه خوبی داشته باشه به هر حال یک جایی ممکنه خراب کنه، و همیشه من میگم این قانونه که مشخص میکنه این شخص چجور شخصی میتونه باشه. کجا حالا این بحثمون بیشتر اعتراض و انقلاب هاست، کجا باعث میشه که ما مجبور بشیم قانون رو بذاریم کنار و روی شخصیت افراد تمرکز کنیم که ببینیم آیا این شخص قابل اعتماد هست، این شخص از اون فضیلت ها برخوردار هست. عرض کردم مثلا خب جمهوری اسلامی رو بیایم یه بررسی بکنیم، میبینیم که خمینی یه سری ایده ها رو گفت، بعد قدرت که دست گرفت و کامل برنامه خودش رو پیش برد. چرا اونجا نتونست قانون جلوش رو بگیره؟ چرا مردم نتونستن قانونی و حقوقی پیگیر حقوق سلب شده شون باشن؟ ممنون میشم. حالا این بیشتر به عنوان سوال آخره چون دیگه فرصتی هم نداریم. مرسی بابت وقتتون. خدمتتون عرض کنم که اخلاق خیلی مسئله مهمیه. نمیشه گفت که کاری هم به دین اینا نداره، به دین هم داره. البته وقتی اخلاق میگن خیال میکنن که یه کسی که فقط خدا باوره اخلاق داره. خب اون که نداره خدا باوره به چی اعتقاد داره؟ انسان به تناسب اعتقاداتی که داره اونو به عنوان یه ابزار استفاده میکنه که امورات روزمرهش بگذره. هر کسی یا یه ایدئولوژی داره یا یه دینی رو اعتقاد داره یا یه ملغمه از همه ایناست که اونها رو در تربیت خودش چه پدر و مادر بهش انتقال داده بشه، چه مدرسه، چه جامعه، چه خودش، در درجه اول این خودشه که انتخاب میکنه، اینا رو یاد گرفت متناسب با اونها با ما رفتار. حالا قدیم میرفتن مثلا پارچه بخرن، پارچه بروشن گفتن حضرت عباسی راستشه بگو، این پشمه یا توش پلاستیک هم هست. اون در مقابل مثلا حضرت عباس و اعتقاداتی که داشت میگفت که مثلا هست یا نیست، یا مثلا میگفتن انصافا بگو قیمتش اینطوری برای من خوبه یا نه، انصاف طرف رو به محک میزدن. یا میفهمیدن اصلا آدمی هست با اخلاق یا نه. اخلاق یعنی یه سری چیزها رو اعتقاد داره، مثلا دروغ نمیگه، کلا سر کسی نمیذاره، حرفش دوتا نمیشه، این مال مردم خور نیست، فلان انواع و اقسام اخلاقایی که از خودش نشون میده. یعنی یک سری صفاتی داره که نسبت به این صفات اخلاقی که شما داره بهش اعتماد میکنی یا نمیکنه. حالا بگیریم که یک کسی خدا رو باور نداره، اعتقادات دین نداره، چی اعتقاد داره؟
یا به زور و قدرت اعتقاد داره یا به آزادی اعتقاد داره. اگر به زور و قدرت داشته باشه که خب هر چیزی برای او، هر رابطه‌ای برای رسیدن به منافع، برای رسیدن به قدرت، برای رسیدن به هر چیزی که اسمش میذارن سلطه، اگرم نباشه در حقیقت یک خسارتی به طرف مقابل نفعش برای ایشون. اما اگه وقتی اخلاق داشته باشه یه حدودی داره، اون متر خیلی مهمه. چرا ما حالا میگیم حقوق بشر و انسان باید به حقوقش عمل کنه، رعایت حقوق دیگری بکنه؟ خب بخشی از این رعایت کردنه که من زور نگم، زور نشنوم، اچاف نکنم، اچاف نپذیرم. خب خیلی کار رو پس باید انجام بدم. این سیتا ماده تنها سیتا ماده نیست، فقط دو تا اصل استقلال آزادیشه. کسی عمل بکنه آزاد و مستقل باشد و دیگری هم همونقدر حق داشته باشد که آزاد و مستقل باشه، زندگی ها تو دنیا یه شکل دیگه میشه. چون متناسب با این اصل باید یک سری اصول دیگه را هم بپذیرد، عمل بکنه بشه. به خودش زور نگه، به دیگری زور نگه، به طبیعت زور نگه، عقیده و مرامی را اعتقاد داشته باشه که درش هیچ گونه خشونتی نباشه، عقیده و مرامی داشته باشه که همیاری و همکاری و اینها درش درجه اول باشه. اینا همش میشه اخلاق. حالا ما که میگیم حقوق بشر، حقوق بشر یه ترکیب داره با اخلاقی که متناسب است با این حقوق و متناسب است با رشد استعدادها، اون موقع میشه این مجموعه کامل. این مجموعه به تنهایی کامل نیست. حقوق انسان، حقوق انسان موقعی کامله که با اخلاق ترکیب بده، که اون ترکیبی که با اخلاق میده تناسب داره اون اخلاق با این حقوق. زور نمیگوی از زور نمیپذیرن، همین دوتا کار کسی بکنه اصلا یه موجود دیگه میشه، تحول اساسی میکنه در دنیا. همه امروز ما فکر کنیم از این لحظه نمیخوام زور بگم، زور نپذیرم. تو رفتار روزمره که نیست، تو غذا خوردنم هست، رابطه با طبیعتم هست، رابطه با انسانهای دیگه هست، رابطه با فرزند. حالا آقای راهی هم گفتم به درستی در چارچوب خانواده هست. مثلا ببینید چه اخلاق آدم از این عوض میشه و این خیلی مهمه. به آدم ها که اعتماد میکنید گذشتهشون خیلی مهمه. من در کار مدیریت هستم، میخوام یه نفر رو استخدام کنم، معلومه که به گذشتهش نگاه میکنم، میپرسم خب شما چه کردی، چی نکردی، چه چیزی بلدی، چه چیزی بلد نیستی، اگر با یه کسی که همکار شدی این کار کرد، شما چطوری باش برخورد میکنی؟ باید ازش بپرسم ببینم اصلا نوع مدیریتش چیه که من میخوام استخدامش کنم. اگه گفت نه من یه کاری میکنم که پدر این کارگر در بیاد به نفع کارخانه و شما که پولدار شوید، من میفهمم عجب آدم زورگویه. اول با کارگره شروع میکنه، بعد نوبت من هم خواهد شد. معلومه که من با این آدم نمیتونم کار کنم. من با آدمی کار میکنم که از روز اول میگه نه من از حالا دارم به شما میگم. من با کارگرا دوستی میکنم. من با همه احساس یگانگی میکنم. من از حق اونها دفاع میکنم. من میخوام در دوستی کشور شرکتی اداره کنم. حالا من بهتون یه توضیح کوچیک بدم. من یه آقای هست تو شرکت من کار میکنه، الان 30 ساله با هم دیگه بسیار هم دوست هستیم، یعنی دوست شدیم در طول زمان. این یکی از فامیلشون از آمریکا اومده بود دیدنش، بهش گفته بود شما چه کاره ای؟ گفته بود من رئیس بخش تولیدم. گفته بود واه 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 بیچاره کارگرا، شما چه که نمیکنین؟ گفته بود اتفاقا همچین نه نه خیلی هم رابطمون دوستی و خوبی، خیلی همه چی خوبه، هیچ موقع ما مشکلی با کسی نداره. گفته مگه میشه؟ گفته آره من این رو با این رئیسم، البته او میگه من رئیسم، من خودم رو همکار بقیه میدونم، اون به ما روشی یاد داده که ما همه در دوستی با همدیگه کار میکنه، کسی به کسی زور نمیگه. منم بهشون میگم همم خوش میدن و هیچ هم دعوا نداریم، شبام که بیام اصلا خورد نیست. اینا این به من یاد داد. از روز اول یواش یواش گفت نه نوع دیگری باید مدیریت کرد. میشود نوع دیگری مدیریت کرد، میشه نوع دیگر، ولی اخلاق خیلی مسئله مهمه. اخلاق نسبتش با حقوقی که ما میگیم یگانه است، به اضافه استعدادها. این سه تا عامل موفقیت هر کسی هست در زندگیش. هر کسی که احساس موفقیت نمی کنه باید بشینه از خودش سوال کنه کجا هست که من ایراد دارم هست،
اگر خودش آینه خودش نیست میتونه با دوستانی که میتوانن بهش کمک کنن ازشون بپرسه واقعا آینه من بشید، ایراد من در چیست، نه اون که اونا راه بهتر بشه یاد بدن، دوستی که راه خوب بشه یاد بده و اون بتونه خودش رو نجات بده و تحول کنه به طرف انسانی که با اخلاق است و این اخلاق تناسب دارد با همین حقوقی که او و دیگر انسان‌ها و جاندارها ازش برخوردار. امیدوارم پاسختون رو در این قالب داده باشم، اگر موضوعات دیگه داره شاید در یه گفتگوی دیگه بتونیم بازم با هم صحبت کنیم، ولی سوال اساسی میکنه از مسائلی که جامعه باید اعتمادم بکنه به یه نفر، اون حلقه گم شده یه بخش هم همونه، یه آدم های با اخلاقی باشن، یه آدم های هستن من 40 سال نایی میشستم 10 دفعه نظر و عقیده عوض کرد، مثلا آدم تعجب میکنه با این آدم ها چه شکلی یه جامعه بهش اعتماد کنه. اینا به گفته پدر من آدم ها حاضر نیستن 500 یورو در اختیارشون بذارن که اینها خرج آدم بدبخت بکنن، چون اینقدر اعتماد بهشون ندارن، ولی ادعاشون بسیار بالاست. خیلی مهمه کسی که میخواد بهش اعتماد بشه اخلاقش چقدر پاک است و خوبه تا بشه باش میکاره کرد، و کار آسانی نیست، ولی خب بسیار زیباست که انسان با اخلاق خوب و مطلوب بتونه زندگی کنه. من میکروفونم رو میبندم و میشنوم نظرات آقای رایی عزیز. ممنون آقای گلزار. آقای رایی در خدمت شما هست. بله خیلی ممنون از صحبت های خوب آقای گلزار و حوصله و تحمل شما عزیزانی که شنونده هستین. میدونم که همتون صاحب نظرین، اما احتمالاً امشب خواستین که صحبت ها بین غیر از خود شما آقای گلزار یک مقدار بیشتر به من برسه، لطف میکنین. من در واقع سوال شما برمیگرده به اخلاق و اینکه چگونه حالا این اخلاق ضمانت پیدا میکنه که اجرا بشه. حالا آیا اخلاق لازم هست یا نیست و چرا اصلا صحبت اخلاق میکنیم؟ برای اینکه از دو مدار صحبت میکنیم، یا مدار مادی مادی صحبت میکنیم یا مدار مادی معنوی. مدار مادی مادی بسته است، مداری است که بر اساس منافع تعیین شده، منافع هم با هم درگیر میشن و من اگر قرار باشه با شخص شما این نوعی معامله بکنم، اگر بر اساس منافع صحبت بکنم معامله صورت نمیگیره، چون من هی منافع خودم رو تعریف میکنم، شما منافع خودتون رو، به هم به توافق نمیرسیم، اول نمیشه. مجبوریم در معامله مدار مادی معنوی باز کنیم، بگم حالا مثلا این سرویس رو من به شما میدم، این استفاده رو میبرم دیگه اندازه نمیگیرم و بنابراین خوبه، راضی میشن. پس بنابراین حل مسائل انسانی از نظر حقوقی، حل مسائل انسانی از نظر خود راه حل‌هایی که انسان در طول تاریخ پیدا کرده از نظر وجدان تاریخیش، اخلاقیش، اجتماعیش، این هست که مدار مادی معنوی باز کنه، همواره مدار مادی معنوی باز بکنه. ببینید که اگه این کار نکنه هر واقع بلوکه میشه، هر دفعه گیر پیدا میکنه. پس بنابراین حالا که اخلاق لازمه، کدوم اخلاق لازم داریم؟ باز همین اخلاق میشه همون قانون میشه. شما از حاکمیت قانون صحبت کردین که در همین صحبت پیش خواهم پرداخت. اخلاق و قانون زمانی که جهان شمول نباشن مسلما نسبی و تعیین کننده منافع گروهی هستن. پس بنابراین موقعی که صحبت داریم میکنیم از اخلاق، باز از معیارهای حقوقی داریم صحبت میکنیم. در معیارهای صحبت میکنیم که تبعیض درش نیست، کهونه نمیشن، قابل صرف نظر کردن نیستن، سیستم کامل غیر قابل انشقاق تشکیل میدن و در این سیستم نمیتوان چونه زد. همه رو میخواییم یا نمیخواییم؟ اگر میخواییم حاکمیت داریم، جمهوری داریم، میتوانیم، استقلال داریم، آزادی به معنی داشتن تمام حقوق داریم و دموکراسی داریم و رشد داریم و حقوق اجرای بلامنازه حقوق رو داریم. از کی؟ درست از لحظه تجاوز به آن، یعنی به عقب نمیندازیم در تجاوز حقوقی رو. این فرهنگ اخلاقی رو ابتدا جامعه سیاسی و جوامع مدنی باید از خود بروز بدن و بعد کل جامعه. اگر کل جامعه باشه که چه بلا مراد، بلا فاصله هر دفعه مشکلات حل میشه و این اخلاق برقرار میشه.
پس بنابراین همونطور که گفتم در جامعه دانمارک مطرحه، فاصله بین واقعیت و ایدئال نیست. ایدئال همین واقعیت فرداست. ویکتور هوگو در فرانسه همینه میگه، میگه ایدئال واقعیت فرداست. پس بنابراین میپذیریم که دست بر نداریم از ایدئال ها، از اخلاق ها، برای که مهمن، نه تنها مهمن بعد، بلکه همین الان مهمن. اگر این کار نکنه مدار مادی به وجود میارن. پس بنابراین این فرهنگ رو ابتدا جامعه سیاسی و ضمانت دیگه این اخلاقی حقوقی رو چگونه میتوان انجام داد؟ ضعف بزرگ ما ایرانی ها همین دومی است که الان میخوام بگم. 40 سال سعی کردیم، تا حالا نتونستیم و بالاخره باید بتونیم و اون جبهه آزادی باید تشکیل بدیم. جامعه سیاسی ما، موقعی که میگم جامعه سیاسی یعنی احزاب، سازمان ها، فعالیت های فعالان سیاسی منفرد، اینها با هم باید بتوانن جبهه آزادی برای دفاع از آزادی تشکیل بدن. نه هر وقت سر به زنگ ها مجبوری مردم رو دعوت بکنیم مثل 30 خرداد 60، حالا مردم بیان نه یان اشتباه صورت بگیره، نه یا توطئه بشه نشه، مثل همون 30 خرداد حالا به احتمال زیاد توطئه شد و مردمی که صبح 500 هزار نفر اومدن بعد از ظهر دیگه نیومدن برای که عکسای مسعود رجوی رفت بالا، مردم نیومده بودن برای که مسعود رجوی رو رهبر بکنن، که حالا این درست هست یا غلط. بنابراین موقعی که جبهه نباشه، راه برای انواع اقسام توطئه ها و تحمیل ها و بازی ها با سرنوشت مردم باز میشه. پس بنابراین یک نکته ای رو با توجه بکنیم، به یک سوال اساسی با جواب بدیم. موقعی که دنبال راه حل میگردیم، آیا دنبال راه حل برای دیگران میگردیم یا برای خودمون میگردیم؟ اگر دنبال راه حل برای خودمون هستیم، به فکر این که به مردم راهنمایی بدیم، کنترل کنیم هر کد رفتار مردم رو، دیگه نیستیم. چه کار میکنیم؟ آن چیزی را که من مسئولم، اینقدر سهم دارم توی این مسئولیت. مسئولیت من رفت پیدا میکنه به خونم، مسئولیت من رفت پیدا میکنه به محلم، مسئولیت من رفت پیدا میکنه همینطور میره تا تمام کشور و همینطور در جهان. منی که مسئولیت دارم نگاه کنم ببینم از نظر حقوقی چه مشکلی برای من پیش اومده. مشکلی که پیش اومده لحظه دفاع از مسئولیت حقوقی من که همین الانه. بنابراین اعتراض میکنم، بنابراین میگویم و چون میگویم مشکل خودم رو دارم حل میکنم، نمیخوام کسی رو کنترل بکنم، نمیخوام بر دیگری نظارتی بکنم. پس بنابراین مشکل بزرگی که ما این نظر شخصی من ها میتونن حتی دوستان من هم در زمین های با من موافق نباشن، کنترل کردن دیگران، تعیین راه حل به دیگران رو بگذاریم کنار، به فکر حل مشکل خودمون باشیم، مشکل جمعی ما هم حل میشه. بنابراین ضمانت اخلاقی قسمتیش برمیگرده به مردم، قسمتیش برمیگرده به جامعه سیاسی و لیاقتی که این جامعه سیاسی میتونه به خرج بده برای تشکیل جبهه آزادی. جبهه آزادی به این مفهوم هست که سازمان ها، گروه ها، افراد مختلف در اساس معیارهای حقوقی با هم جمع میشن و بعد با هم دیگه میتوانن تعریف های اجتماعی، تعریف های گروهی خودشون رو داشته باشن که در تطبیق با این آزادی هست یا نیست. بنابراین یک معیار مهمی رو در اینجا دوباره دارم پیش میارم. هرگاه بین قانون و حقوق تناقض قرار بشه، این قانون است که به نفع حقوق باید تغییر بکنه و نه به عکس. پس بنابراین میگوییم این حقوق با قانون ما تطبیق نداره، قانون اشکال داره. در فرانسه مثلا قانون اساسی فرانسه، هرگاه قانون اساسی فرانسه با حقوق تطبیق نداشته، این قانون اساسی که به نفع حقوق باید تطبیق بشه، یکی از بندهای قانون اساسی فرانسه است. بنابراین میبینیم که در کل فکر ما حلقه های گم شده با هم به میزان زیاد ربط پیدا میکنه به این جامعه سیاسی، به این وجدان اخلاقی، به این جبهه‌ای که تشکیل میدیم و این ضمانت رو نه تنها خود جامعه میتواند، بلکه به نمایندگی از جامعه، آنهایی که بار حقوقی جامعه رو میخوان به دوش بکشن مثل همین قانون شما باید به دوش بکشن، یاد بگیریم که این جبهه رو تشکیل که دادیم جایی که تجاوز شده میخوایم از اون دفاع کنیم، مثل همین جنبشی که الان امشب صحبت شده دارید میکنید، جنبش های ایران و همینطور مسائل دیگه. خیلی ممنون، مرسی. مرسی آقای رایی. اتفاقا حالا من همون اول کار که شما فرمودید مدار مادی مادی و مدار مادی معنوی، اتفاقا برام یه آن سوال به وجود اومد که این معنوی است دقیقا معنی چیه، که حالا باز خودتون در ادامه پاسخشو دادید و در واقع یه جورایی حالا اون بحث مدار مادی مادی که بر اساس مصلحت شخص
تعیین میشه دیگه توی اون معنوی مصلحت دیگران هم کاملا به همون اندازه تعریف میشه. و حالا من در تکمیل صحبت شما عرض میکنم یک جایی اون عدم تحمیل افکار به دیگران اشاره کردید، یاد حرف یه بزرگی افتادم، حالا دقیقا یادم نمیاد اسم اون شخص چی بود، که میگفت که وقتی بچه بودم میخواستم دنیا رو تغییر بدم، نوجوان که شدم خواستم کشورم رو تغییر بدم، بزرگسال که شدم خواستم خانواده‌ام رو تغییر بدم، اما الان که دیگه نزدیک مرگمه متوجه شدم اگر از همون اول کار خودم رو تغییر میدادم میتونستم دنیا رو تغییر بدم. خیلی خیلی خوب واقعا استفاده بردیم آقای رایی، آقای گلزار خیلی زحمت کشیدید. اگر سخن پایانی دارید، بنده که دیگه سوالی ندارم، اگر سخن پایانی دارید در خدمتتون هستیم. مرسی. بعد خواستم تشکر کنم از شما و دیگر عزیزانی که امکان این اتاق رو به وجود آوردید. واقعیت چه بگم، یکی از جلساتی بود که تو چند سال گذشته به این خوبی نبود از بابت سوالای بسیار خوبی که شما مطرح کردید و گفتگوی بسیار خوبی که من و آقای رایی این امکان رو داشتیم و من خیلی خوشحالم که آقای رایی هم در این جلسه تشریف برده بودن هم گفتگو کردیم و برای شما آرزوی بهترین ها رو دارم به امید جلسات بهتر و پربارتر. خیلی تشکر میکنم. ممنون. آقای رایی صحبت نهایی دارید در خدمت هستید. بله. خیلی ممنون از لطفی که شما داشتین، از جلسه خوبی که داشتین، از صحبت‌های خوب آقای گلزار و همینطور از سوال‌ها و جنبندگی‌های خوب شما و تیزهوشی شما در این جلسه لازمه که تأکید کنیم برایش، به این علت که همواره سوال‌های شما ارتباط داشت با صحبت‌ها و جریان رو ادامه داد و خواستم این رو بگم که کانون‌های مثل شما رو دست کم نگیرید، دست کم نگیریم، مهم هستن. آنچه که مهم هست استمرار این کار هست تا اتمام حجت با جامعه بکنه که اگر دنبال راه حل هست، راه حل ها وجود داره، جاها وجود دارن، که نگوید نکردید کاری، نکردیم کاری، گفته نشد، نمیدانستیم، حالا باید از صفر شروع کنیم. نه، از صفری در کار نیست. همین جمع ها حتی اگر کوچیک هستن در دراز مدت نتیجه خود رو میدن و میتوانن جمع های بزرگتر بشن و این جمع های کوچک هستند که میتوانن جمع بزرگتری بشن که اگر توطئه‌ای درش صورت گرفت قابل اصلاح بشه، چرا که به جای جمع های کوچکی که با هم کار میکنیم اگر یک جمع بزرگ تشکیل بدیم میتوان رهبریشو خراب کرد، از همون اول منحرفش کرد. پس بهتره که در جامعه استبدادزده مثل ایران همین جمع های کوچک تعدادشون زیاد بشه. خیلی ممنون و با کمال میل در جلسات دیگه شرکت میکنم. ایمیل من دفعه اول اشتباه نوشتم، دفعه دوم درست نوشتم. خیلی ممنون، مرسی. شب همگی شما خوش. ممنون، مرسی آقای رایی. من کوتاه به مباحثی که راجع بهشون صحبت شد فقط اشاره میکنم عنوانوار. اول کار راجع به کلن جلسه‌مون جلسه هماندیشی بود که با حضور جناب آقای رایی و آقای گلزار پیش رفت، ازشون خیلی ممنونم. بعد کلا موضوع جلسه هم راجع به اعتراضای سراسری بود برای رسیدن به حقوق شهروندی. از اول جلسه ابتدا به علل اعتراضات پرداختیم، بعدش به شکل اعتراضات که به چه نحو میتونه باشه، اینکه اعتماد چه تعریفی داره توی اعتراضات، اتحاد بین مردم و همدلیشون چه چیزهایی رو میتونه باعثش بشه، و راجب کوتاه راجب تفاوت انقلاب و شورش‌ها صحبت کردیم، راجب معیارهای یک جامعه صحبت کردیم که آگاهی‌ها رو آگاهی که هر جامعه دریافت میکنه رو تعریف میکنه، راجع به معیارهای دروغ و راست و راجع به حاکمیت قانون صحبت کردیم، راجع به سخنگوی هر ایدئولوژی و مکتب کوتاه راجع بهشون صحبت کردیم، دلایل به وجود اومدن انقلاب ها،
راجع به جایگاه فضائل اخلاقی توی حالا مسئولین، حالا ما راجع به رهبری صحبت نمی کنیم، بیشتر راجع به سخنگوها و نمایندگان صحبت می کنیم، راجع به فضائل اخلاقی هم حرف زدیم. باز هم ممنونم از همه عزیزانی که توی جلسه حضور داشتن. این جلسه که عرض کردم با کمیته پژوهش کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار کرده بود، با همکاری همکارایی مثل خانم ایراندخت کیا، آقای فرشاد عرابی و آقای حسن حمزه‌زاده و همچنین خانم سمانه بیرجندی به عنوان منشی جلسه پیش رفت و بنده جلسه رو در ساعت 17:35 دقیقه به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه رو